سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که لطف کردن و ما رو انتخاب کردن برای تماشای در واقع این برنامه. امروز میهمانی خواهیم داشت از عزیزانی که بالاخره خیلی در زمینه خبرنگاری و در واقع خبری خیلی فعال بودند و همچنین قابل احترام و شخصی است که الان به اپوزیسیون ایشون رو میشناسیم و یکی از مخالفین سرسخت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. بریم ببینیم مهمان عزیزمون چه کسی است. برخواهیم گشت با مهمان بزرگوار و عزیزی که دعوتشون کردیم تا در خدمتشون باشیم. محمد منظرپور، متولد 1350 در تهران، دانش آموخته روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد، روزنامه نگار و خبرنگار. منظرپور فعالیت مطبوعاتی خود را از سال 1372 به عنوان خبرنگار اجتماعی در هفته نامه پیک آزادی آغاز کرد. منظرپور دبیر سرویس اقتصادی روزنامه تهران تایمز بود و همچنین ایشان خبرنگار رادیو و تلویزیون بی بی سی فارسی بوده اند. ایشان پوشش دهنده خبری جنگ غزه در 2008 تا 2009 برای شبکه بی بی سی فارسی بوده و از سال 2010 تا 2011 خبرنگار حاضر در مصر و تونس برای پوشش بهار عربی بوده اند. در سال 2013 همزمان با رایزنی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک گردید، منظرپور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا شد. در این زمان تحت نظارت منظرپور تبلیغات اپوزیسیون در مورد این قرارداد تضعیف شد و فریادهای حمایت از این قرارداد در تیتر اول و خط مقدم صدای آمریکا قرار گرفت. منظرپور تنها خبرنگار ایرانی است که در سال 2009 با شیمون پرز، رئیس جمهور وقت اسرائیل، مصاحبه اختصاصی انجام داده است. با افتخار، محمد منظرپور، میهمان این برنامه چالش برتر هستند. انگار صدای من نبود. آقای محمد منظرپور، ببخشید میکروفونم بسته بود. آقای محمد منظرپور رو داریم که در واقع در ابتدای همین ویدئو سوابق ایشون رو دیدیم، کما اینکه حتما قابل در واقع شناخت همه عزیزان و بزرگواران سیاسی و عزیزانی که اخبار رو دنبال میکنن، حتما چهره و تصویر محمد منظرپور براتون آشناست. آقای محمد منظرپور در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. درود و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی. بله، ببخشید. بله، سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان، عزیزانی که روی یوتیوب دارن این برنامه رو تعقیب میکنن و همچنین بزرگوارانی که در کلاب هاوس شنونده برنامه هستن. خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای نوبری، شما با محمد منظرپور، عرض کنم که صدای بنده چون برمیگشت. شما با محمد منظرپور عزیز، عرض کنم که یه معرفی از خودتون کوتاه، کمان که حالا ما معرفی کردیم، اگر کوتاه یه معرفی بر در واقع سوابق خودتون داشتید ما در خدمتتون باشیم و بشنویم صدای شما رو که یه کوچولو از خودتون برامون بگید که چه فعالیت‌هایی داشتید، چه کارهایی کردید و
ایران کجا در واقع کار میکردید و از چه سالی از ایران تشریف بردید و اینها. یه دو سه دقیقه اینجا در واقع این مطالب رو بشنویم تا برگردیم به سوالات این برنامه و انشالله که یکم اذیتتون کنیم آقای منظر بود، دیگه چاره ای نداریم. عرضم به حضورتون که من بچه دروازه شمرونم و سال 1350 در تهران به دنیا آمدم. در واقع خردسالی دچار در واقع انحراف بینایی در چشم راستم شدم. در ایران یه سری معالجاتی انجام شد ولی به ثمر ننشست و من در 4 سالگی با مادرم و خواهرم و برادرم رفتیم لندن برای اینکه چشمم عمل بکنیم. اونجا در انگلستان بودم تا انقلاب شد و همونجا چشمم عمل کردم و معالجات مربوطه داشت انجام می شد و در مدرسه ابتدایی بودم که انقلاب شد و پدرم ما رو برگردوند ایران. ایران دوباره در واقع مدرسه رو از سر گرفتم تا مقطع دوم راهنمایی در ایران تحصیل کردم. بعد بنا به دلایل خانوادگی، عمدتا بیماری مادرم، دوباره عازم خارج شدم و یه مدت دیگری نزدیک 4 سال یا 3 سال در انگلستان بودم. بعد دوباره برگشتم ایران و حالا بعد از فرض و نشیب‌های تحصیلم رو ادامه دادم که در رشته کارشناسی روانشناسی بالینی و بعد رشته روانشناسی عمومی در فوق لیسانس. کار روزنامه نگاری رو از دوره لیسانس شروع کردم در نشریه، اولین نشریه که کار کردم فکر میکنم پیک آزادی بود که سردبیرش آقای قشقاوی بودن و من خبرنگار اجتماعی بودم در پیک آزادی. بعد به نشریات دیگری در واقع معرفی شدم، از جمله به تهران تایمز. تهران تایمز به عنوان کاپی ادیتور کارم رو شروع کردم. بعد از مدتی ارتقا پیدا کردم به دبیر اقتصادی نشریه و در این حال در جاهای مختلفی کار میکردم در ایران، حالا هم در مطبوعات هم در غیر مطبوعات، هم در بخش خصوصی به عنوان کارمند، مترجم، تدریس زبان میکردم در مؤسسات و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال 2002 اپلای کردم برای تهیه کنندگی بی بی سی که آگهی کرده بودن رو وبسایتشون. بعد از یک سری امتحانات و مصاحبه ها و اینها پذیرفته شدم در بی بی سی، اعزام شدم به لندن و دیگه باقیش هم که توی اون مقدمه که شما گفتیم بود دیگه. خیلی عالی، عرض کنم خدمتون که جناب آقای منظرپور صدای من برمیگرده، اگر کلاب پاس و میکروفونش رو ببندید ممنون میشم ازتون. عرض شود خدمتون که آقای منظرپور از کم شروع میکنیم و دستگرمی یه مقداری با هم گپ میزنیم دوستانه و بعد دیگه وارد سوالات در واقع سیاسی و اینها خواهیم شد که انشالله سخت نباشه براتون. میدونم سخت نیست ولی هر سوالی که دوست نداشتید پاسخ بدید و براتون، حالا شاید من نمیدونم شرایط خاص خودتون رو دارید، طبیعتا یک سری سوالات رو شاید بگید من نمیخوام پاسخ بدم، هر طور میلتونه، خلاصه اختیار با شماست، ولی دوست داریم که سوالات ما در واقع اون پاسخهای خودمون رو داشته باشیم چون صریح و شفاف دیگه با محمد منظرپور در خدمتشون در واقع هستیم و خواهیم بود. محمد منظرپور، عشق چه رنگیه براتون؟ قرمز. میکروفونت بسته است. قرمز. پرسپولیس. پرسپولیس.
عرض کنم خدمتتون که محمد منظرپور، اگر یک عینکی داشتی که میتونستی ذات آدمها رو ببینی، فکر کن همین عینکی رو چشاته، یه جوریه که میتونی 48 ساعت ذات آدمها رو ببینی بخونی، اولین نفری که نگاش میکردی و دوست داشتی ذاتش رو ببینی کی بود؟ محمد منظرپور داره فکر میکنه. خیلی سوال پیچیده ایه، ولی علی خامنه ای. که علی خامنه ای رو نگاه کنی و ذاتش رو واقعا بدونی. بله، لذت بخشترین رویایی که توی ذهنت هست و لذت میبری از اون رویایی که داری، شاید هم مثلا یه روزی دوست داری به تحقق به پیونده، چیه اون لذت بخشترینش؟ همین سوال آسونیه برای پاسخ دادن، چون که تقریبا هر شب با همین رویا هی مرورش میخوابم. پدر بزرگ من در خیابان مولوی تهران یک خونه قدیمی داشت در مقابل مسجد آلا، خیابان مولوی، مسجد خندق آباد، و یه خونه خیلی با سبک و اسلوب سنتی جالبی بود. شما وارد عمارت که می شدید، یک دالانی بود که در دو طرفش درهایی بود، دیوارهای بسیار ضخیم، می رفتید وارد یه تالارهایی می شدید که این تالارها مشرف به یه حیاط بزرگی بودن. وسط حیاط یک حوض خیلی بزرگی بود پر از ماهی های قرمز، و دور تا دورش درختانی مثل توت و کاج و انواع اقسام بودن. و این تالارها، این اتاقها دور تا دور حیاط رو در واقع در چارزلش قرار داشتن، مشرف به حیاط. بعد طبقه زیرین اون یه جایی بود به نام سرداب که وسایل آشپزخانه و دیگ و دیگچه و این چیزها بود. و این خونه انقدر پله و زیر پله و نمیدونم جاهای فرعی و اصلی داشت، برای ما که بچه بودیم، برای من و بچه های خانواده، مثل حالت دیزنی لند بود. و هر سال عید و چهارشنبه سوری و اینها می رفتیم خونه با بزرگ، اونم خب رئیس صنف کبابی ها بود که کباب جانانه هم برای ما درست می کرد و ما هم آتیش می سوزوندیم و این گربه ها رو اذیت می کردیم و تو این اتاقهای مختلف می دویدیم و اون حالا چیزهایی که از مکه و این ور اون ور آورده بود رو باش بازی میکردیم. و خیلی هم اهل تساهل بود و خیلی بعد میشست برامو قصه میگفت، قصه های شاهنامه ای، نمیدونم هفت پیکر بهرام گور، خیلی حافظه عجیب و غریبی داشت. به هر حال این عمارت متاسفانه بعد از درگذشت مادر بزرگم در ورثه تصمیم به فروشش گرفتن، و امروز اونطور که به من اطلاع دادن یک عمارت بسیار بد ترکیب سیمانی جاش دایر شده که حکمه انبار و کارهای تجاری و این چیزا داره. من همیشه بزرگترین آرزوم اینه، الان که الان یک شاهی ندارم، ولی بزرگترین آرزوم اینه که اگر یه زمانی یک استطاعتی داشتم، اون زمین رو بخرم، بکوبم و عیناً مثل عمارت پدر بزرگم رو دوباره در اون احداث بکنم. خیلی خیلی این یه رویاییه که
تو ذهنم هست و میدونم هیچ وقت محقق نمیشه، اما خیلی علاقه مندم اینطور بشه. آقا چرا محقق نشه؟ انشالله که محقق میشه. عرض کنم خدمتون دوست دارم که یه روزی محمد منظرپور رو در تهران ببینم، در تبریز ببینم، و واقعا لذت بخشه هم این که با محمد منظرپور هم میشه کلی خندید، هم میشه کلی یاد گرفت ازش، هم میشه که ازش واقعا استفاده کرد. سوالات دیگه ای هم خواهم دارم که نمیخوام الان در واقع بهش بپرداز، خواهم دارم گفتم خواهم داشت، عرض کنم که ایشالله بهش برسم و نمیخوام جلوتر از سوالهای خودم حرکت بکنم. مرسی محمد جان. محمد منظرپور عرض کنم که اگه بتونه 48 ساعت، محمد 48 ساعت جای یه نفر دیگه باشی، 48 ساعت تصور کن جای یکی دیگه هستی، و اولا اون شخص کیه و اینکه چه کارایی میکنی تو اون 48 ساعت؟ مجددا باید بگم علی خامنه ای. چیکارا میکنی؟ اگر من در موقعیت آقای خامنه ای بودم برای 48 ساعت، خیلی کارها میکردم با استفاده از اختیاراتم، از جمله اینکه نهادهای انتصابی رو تغییر نیرو میدادم به نحوی که منعکس کننده در واقع مطالبات مردم ایران باشن، افراد مصلح و میانه رو و عرضم به حضورتون که دلسوزی رو توی نهادها برمیگزیدم، مثلا در شورای نگهبان رفراندوم قانون اساسی برگزار می کردم برای اینکه در واقع برگردیم به جمهوریت و تمام اختیارات فراقانونی رو از خودم سلب می کردم و سعی می کردم که یک نام نیکی از خودم به جای بذارم در به حال پایان عمر، و گرچین اقداماتی رو می کردم اگر این توان رو داشتم. خیلی عالی محمد منظرپور. چون این سوال رو فکر کنم توی سوال قبلی جواب دادی محمد، نسبت به اینکه اگر امروز تمام قدرت لازم برای اداره یک کشور رو داشتید از لحاظ قانونی، سه تا اولویت اولت و سه تا اولویت آخرت چی بود؟ سه تا اولویت اولم در ایران اگر اختیارات در واقع مدیریت کشور رو داشتم، نخست این می بود که حاکمیت رو دوباره آغشته بکنم به رأی مردم، یعنی این گسستی که بین حاکمیت و مردم ایجاد شده به دلیل مهندسی انتخابات در انتخابات های مختلف و نظارت استصوابی و امثال هم رو، این رو من برطرف می کردم. من اعتقاد دارم که این بزرگترین تهدید امنیت ملیه وقتی که حاکمیت منبعث از اراده مردم نیست. سعی می کردم حاکمیت رو منبعث از اراده مردم بکنم و حاکمیت رو یا نظام رو ادپت بکنم، یا به تعبیری بگم دچار دگردیسی بکنم که منعکس کننده مطالبات مردم باشه، یعنی اون بحثایی که در حوزه کرامت انسانی، حقوق بشر، عرضم به حضورتون که حقوق مدنی و امثال هم جامعه ایران از زمان مشروطه به دنبالش بوده رو بتونم تا حد امکان محقق بکنم
و پاسخگویی ایجاد بکنم در ارکان حکومت و شفافیت ایجاد بکنم. نکته مهم اینه که هیچ کس به تنهایی نمیتونست این کار بکنه و نخواهد توانست این کار بکنه. برای اینکه این اتفاق بیفته ما احتیاج به رسانه های آزادی داریم که امکان نظارت بر تمام ارکان اقتصادی و در واقع مدنی کشور رو در حد در واقع خبری داشته باشند و اون رکن اصلی دموکراسی هستش و حاکمیت و دولت مردان باید پاسخگو باشند به افکار عمومی. اینا اقداماتی بود که من انجام میدادم. اقدامات دیگری هم حالا خیلی زیاده، مثلا به عنوان مثال بی خودی این خصومت بسیار پرهزینه ایران با آمریکا و با اسرائیل رو سعی میکردم برطرف بکنم و نه اینکه ایران رو تحت استیلای آمریکا یا تحت نفوذ اسرائیل قرار بدم، بلکه سعی میکردم که روابط رو به سطح روابط دو جانبه با حفظ احترام برای مدیریت داخلی کشورها راهبری بکنم و منطقه رو تنش زدایی بکنم. خیلی کارهای دیگه بود که میتونه اگر میشد میگرد. خیلی عالی. سه تا اولویت آخر رو تو نگفتی، میخوای بگی یا چون کار خیلی زیاده میگی؟ سه تا اولویت آخرم، یعنی اون چیزایی که در کمترین اولویت ها رو بخواه، همه چی اولویت داره، ولی یه چیزی که خیلی برای من اولویت، حالا شاید برای مردم اولویت نباشه، این هستش که پاپ کالچر ایران یا فرهنگ پاپ ایران که شامل موسیقی و نمیدونم مد و جلوه های دیگر فرهنگی میشه، به نظر من بسیار بیماره الان در این ساعت که ما داریم با هم صحبت میکنیم و اون یک مؤلفه بسیار مهم در هویت ملیه. ما الان پاپ کالچرمون منبعث از هویت ملیمون نیست. یک سری هنرمندانی رو داریم در خارج کشور که به نظر من فاقد جلوه های هنری هستن و بیشتر به خاطر اینکه بسیار بدعت شکنن، بسیار مثلا شاید بگم شاید وقیحن بعضن، اینها اقبال پیدا کردن. ما از هنر فاخر ایرانی، موسیقی فاخر ایرانی، موسیقی پاپ فاخر ایرانی خیلی فاصله گرفتیم. همینو در عرصه‌های مختلف هنری میتونیم ببینیم، در سینما میتونیم ببینیم، در فشن میتونیم ببینیم، در مد میتونیم ببینیم. تولید محتوای فرهنگی در ایران به شدت دچار المه، دچار در واقع درده و من بچه نمیتونم بگم این اولویت آخرمه، ولی یکی از اولویت هایی که حالا در پایین ترین در سطوح پایین تر جدول قرار میگیره ولی رسیدگی به واقعیتش همینه دیگه، نمیشه اولویت بندیش کرد، یعنی همه چی اولویت خاص خودشو داره. بله درسته، نمیشه اولویت بندیش. خیلی یکی دیگرش هم البته به نظر من یکی از مشکلات بزرگی که ما در ایران داریم، نگاه کنید معماری شهری خیلی موثره در فرهنگ سازی و معماری شهری ما کاملا کاملا بیماره، یعنی اصلا و ابدا معماری عصر جمهوری اسلامی معماری بی‌هویت و به شدت معطوف به سوده که شما از یه زیربنایی که داری حد اکثر زیربنا رو بگیری و مردم بچپونی در این
آپارتمان هایی که بیرون های شکیلی دارن و درون های خیلی وحشتناکی دارن و این خودش فرهنگ سازی میکنه. یعنی نوع این که شما کجا اقامت داری خیلی تو روحیتون مؤثره به لحاظ تعاملی که به جامعه با ما. ولی اون اصلاح الگوی معماری در ایران اون یه پروژه‌ایه که فکر کنم حداقل مثلا 200 سال وقت ببره، چون که پروژه نیستش که بشه اوورنایت یا در عرض 24 ساعت یا دستوری بهش قوام داد. خیلی کار مشکلیه و شاید غیر قابل اصلاح باشه. خب عرض کنم خدمتت که محمد اگه صدای منو از کلاب هاست میشنوی میخوای صدای کامپیوترت رو کم کن یا لپتاپت رو اگر چیز داری، چون دیگه نیاز صدای منو میتونی از کلاب هاست بشنوی. آره خب که صدا الان من صدای شما برنگرده. رو از کلاب هاست میشنوم. آره اینجوری اذیت هم نمیشه، مایک هامون هم بازه دیگه، مشکلی پیش نمیاد. محمد اگه همه شکل هم بودن، همه یعنی هم فرهنگشون، نه از لحاظ چهره، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ خواسته ها، همه اینها مثلا همه یه رنگی بودن، همه یه جور بودن، دنیا جای بهتری میشد؟ نه مسلما جای غیر قابل زیستی میشد. خب چی توی دنیا بیشترین صدمه رو به مردم میزنه در حالی که اجتناب ناپذیره؟ یعنی نمیشه جلوشو گرفت. یعنی چی میگم؟ یعنی همین جوریه. حالا یه چیز میاد سر زبونم ولی نمیخوام بگم، برای همین یه چیز دیگر میگم و اون جهل. جهل غیر قابل اجتناب فراگیر در بسیاری از جوامع برخرد توفیق داره و بزرگترین ضربه رو به تمدن بشری میزنه. جهل تعبیر خوبیه محمد. این نسبت به رشتت هم فکر میکنم که به دردمون بخوره، هم حرفات نسبت به اینکه توی همین راستام تحصیلات داشتید شما. ذاتن چرا آدما ناراضیان همیشه؟ هیچ وقت یه انسان راضی نبود از جایگاهی که داشته و شاید از اتفاقات که دوروبرش میفته، حتی اتفاقات خوب. یعنی الان شما از یه نفر بپرسی که 1 میلیارد بهت بدم، میگه آقا کافیه مثلا، اوکیه، من دیگه هیچی از خدا نمیخوام. ولی به محض اینکه 1 میلیارد رو بدی، طبیعتا یه خواسته دیگه ازش میاد بیرون. چرا اینطوریه؟ من این اعتقاد رو ندارم. من فکر میکنم این بیشتر در رابطه با شاید وضعیت فرهنگی ما در ایران صادقه. من بسیاری از مردم رو میبینم در جوامعی که من زندگی کردم، در خاورمیانه، در اروپا، در آمریکا، که کنتنت هستن، یعنی قنا دارن، استغنا دارن از هر طبقه ای. مثلا ممکنه طرف کارگر باشه، نمیدونم در هر لول از اجتماع که کار میکنه، نمیدونم راننده تاکسی، راننده اوبر، معلم، they're content، احساس بسندگی دارن با اون موقعیت اجتماعی، شغل و مسئولیت هایی که دارن. در جامعه ما این مسئله خیلی بیمارگونه وجود داره که هیچ کس content نیست، هیچ کس به مرحله استغنا نرسیده. از اون کسی که در اوج قدرت و ثروت و مکنت تا اون کسی که در حضیض بدبختی و ناتوانی و در واقع درماندگیه، این امکان واکاویش وجود داره اگر بخوای، ولی به هیچ عنوان قابل تعمیم به جامعه جهانی نیست. این که یعنی میگی همه هیچ اینجوری نیستن، صرفا جوامع مثلا مثل ایران این تیپیه. من حتی نمیگم جوامع مثل ایران، من میگم ایران
این تیپیه، وگرنه اون جوامعی که من درش بودم، من خیلی ها رو میبینم که دیدم که به استغنا رسیدن، ولی من در ایرانیان یک نفر هم ندیدم که به استغنا رسیده باشه. آره یک مثلا تنها کسی که دیدم بابا بزرگم بود. بابا بزرگم جدا احساس استغنا داشت، یه جور عجیبی بود. مثلا میگفت این گلدون شمدونی که من اینجا در خونه دارم، این دیگه بهترین گلدون شمدونیه، اصلا چیزی ورای این نیست دیگه، متوجه؟ یا یه نگاهی داشت، احساس میکرد که دیگه به whatever هر آنچه که داره دیگه حد اوج کماله، خیلی حال میکرد باش، لذت میبرد. من اصلا اون روحیه رو در هیچ کس دیگه ندیدم، یعنی نه در پدرم دیدم، نه در بستگانم دیدم، نه در دوستانم دیدم، نه در همکارانم دیدم، نه در جامعه دیدم. همه انگار یه جوری ناراضی هستن از هر موقعیتی که دارن، هر موقعیتی، یارو اصلا سفیر، وزیر، ناراضیه، میگه من باید شاه بودم، طرف شاه ناراضیه، میگه من باید خدا بودم. یعنی این یه پدیده عجیبیه در جامعه ما، میشه راجبش صحبت کرد، ولی به نظر من منحصرا در جامعه ما اینجوریه. پس منحصرا در جامعه ما میبینی اینا رو. نگاه کن، مصداقهایی هستن در جوامع مختلف که این ویژگی رو دارن، ولی در جامعه ما فراگیره. هم شاید فراگیر باشه، هم تو چش باشه، یعنی شما کاملا لمسش کنی. شاید تو جوامع دیگه هم هست، تا طرف تو ذهن خودش، توی در واقع اون تفکری که داره اینو داشته باشه، ولی خب چون براش شاید مهم نباشه یا اصلا دوست نداشته باشه بروزش بده، ماها نمیبینیمش. این اتفاق خوبیه، ولی تو ایران اینجوری نیست دیگه. آدم تو دور و برش داره میبینه که طرف، به قول شما دیگه، اصلا شاهه، میگه باید خدا باشم، حق داری، دقیقا، آره، حق تعبیرت منو خوب. خوردن، آره، آره حق منو خوردن، شاه شدم، بعد باید خدا می تمام بودم، آره، اصولا آره حقش خورده میشه. آخه تمام ایرانی ها یک دور همه، حالا یه نفری بوده حقش خورده. یا محمد، آدم ها به آشوب علاقه دارن؟ خیر. من فکر میکنم اصلا تمدن، سیویلایزیشن، هدفش این بوده که بر کیاس یا بر آشوب فائق بشه. تمدن رویکردش در واقع فاصله گرفتن از آشوبه، فاصله گرفتن از هرج و مرجه، و تمام سازه های فرهنگی، مذهبی، مدنی، اجتماعی، قانونی که در جهان متبلور شده و ما امروز شاهد الگوهای مختلفش هستیم، همش با هدف جلوگیری از آشوب بوده، جلوگیری از بی‌ثباتی بوده و جلوگیری از هرج و مرج. خیلی عالی. تا حالا چقدر خود سانسوری کردی؟ از لحاظ خیلی زیاد. یس میتونی بگی یا چراشو بگی؟ مثلا یه چیزی که خیلی سانسور کردی خودتو، بعد مثلا بنابه فلان دلیل، حالا موردشو دوست نداشتی نگو. حالا در حوزه های مختلفی بوده که نگاه کنید، خودسانسوری در جوامع استبدادی یه دلایلی داره، در جوامع پروگرسیو دلایل دیگری داره. در جوامع پروگرسیو یهو یک مفاهیمی مقدس میشن که ممکن شما باش مخالف باشی یا مثلا فکر نکنی اون مقدسه، ولی جرأت نداری راجبش حرف بزنی، به خاطر اینکه بلافاصله ترور میشی، یعنی ترور شخصیت میشی، نابود میشی، له میشی. خب من از این چیزا زیاد دیدم. مثلا به عنوان مثال یه بحثی الان در آمریکا هست در رابطه با خانواده هایی که در سنین کودکی ناگهان تشخیص میدن که فرزندشون LGBTQه، یعنی گیه. حالا مثلا اون بچه ممکنه 7 سالش باشه، 10 سالش باشه،
ولی پدر مادر به طریق غریبی تشخیص میدن که این گیه و شروع میکنن به درمانهایی به تعبیر خودشون که ایشون رو اون طفل رو سازگار بکنن با هویت جنسیش که با هویت فیزیولوژیکش در تضاده. مثلا دختریه که میخواد پسر باشه، پسریه که میخواد دختر باشه، و مثلا هورمون تراپی شروع میکنن، حتی در مواقعی کاستریشن میکنن، یعنی پسری که اونا فکر میکنن میخوان دختر باشه رو عملا در واقع میتونیم بگیم که اخته میکنن و هورمون تراپی میکنن که اون تبدیل به دختر. من هر چی به این مسئله نگاه میکنم احساس میکنم جنایت وحشتناک ضد بشریه، اصلا جنایته. یعنی این پدر مادرها رو باید برد زندان، باید محاکمه کرد، باید، چون که ما اگه به لحاظ روانشناسی به هویت جنسی نگاه بکنیم میبینیم که همه در یه مقطعی در کودکیشون ممکنه مثلا چه میدونم کفش مادرشون رو پوشیده باشن اگر پسر بودن، یا اگر دختر بودن ممکنه که کفش باباشون رو پوشیده باشن، یا نمیدونم در بازیاشون وانمود کرده باشن که مردن، یا در بازیاشون وانمود کرده باشن که زنن. این اصلا و ابدا یه همچین مجوزی نمیده، یعنی اصلا یه کار جنایت آشکاره. ولی به خاطر اینکه الان نرمال شده و سریال درست میکنن، در نتفلیکس پخش میکنن، اگر یه کسی این حرفو بزنه اصلا دیگه این آدم فاشیسته، نمیتونم فلانه، اله بله. بنابراین ما در جوامع غربی هم دچار خودسانسوری شدید هستیم. در جوامع شرقی، در جوامع مثل ایران، آدم دچار خودسانسوری بود به خاطر اینکه خطر جانی و مالی میرفت دیگه، بعد خودسانسوری میکردیم. یکی از نقاط ضعف من همیشه این بوده که خیلی موفق نبودم در خودسانسوری. اگر خیلی موفق بودم در همون ایران خیلی موقعیت های بهتری داشتم، و در خارج کشورم همینطور. من خیلی خیلی موفق به خودسانسوری نیستم. ممکنه مثلا 2 روزی خودسانسوری بکنم ولی بعدا یه جای میزنه بیرون. بیشتر از 2 روز دیگه نمیتونی. آره. عرض کنم خدمت شما که محمد، آینه چه رنگیه برات؟ بیرنگ. خیلی عالی. محمد از کجا میدونی اون چیزی که تو داری میبینی، اون گلدون رو، مثلا گلدون پدر بزرگتون رو داری میبینی، همون جوری هم من دارم میبینمش. مسلما همون جور نمیبینی، چون که همه برداشتی که از محیط خودمون داریم منبعث از تجارب ماست، منبعث از خدای ژنتیک ما هستش، و همه اینا منحصر به فردن. هر کسی برداشت خودشو داره از محیط پیرامونی خودش، اما این به این معنی نیستش که ما چیزی به عنوان واقعیت مطلق نداریم. یه چیزایی هستش واقعیت مطلقه، یک چیزایی هم هستش اخلاقیات مطلقه، مطلقه غیر قابل عبوره. اون سوالی که تو میکنی از این جهت خطرناکه که یه عده با این سوال شروع میکنن، بعد میرن توی این وادی که خب از نظر شما ممکنه که اعدامهای خلخالی بد بوده باشه، ولی اگر از این زاویه نگاه بکنیم میبینیم که خوب بوده ها. متوجه اید؟ این من اصلا به این نگاه، من به نسبیت اخلاقیات و به نسبیت واقعیت اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم واقعیت مطلقه. شما ممکنه یک در واقع چی میگن طیفی از برداشتایی از اون واقعیت مطلق وجود داشته باشه، و اعتقادم دارم اخلاقیات مطلقه، اخلاقیات مطلقه، اتیکس مطلقه. ولی با وجود اینکه مطلقه، به این معنا نیستش که دوچار دگردیسی نمیشه، اما
در حوزه اتیکس بعضی از مسائل هستن که مبنایی به نظر من مطلقا مبنایی ها نمیشه ازشون عبور کرد. تعبیرات خیلی خوبه، دوست دارم. محمد، حکومت مورد علاقه چه نوع حکومتیه؟ حکومت مورد علاقه من آخه باید یه مصداقی یه نمونهی بدم دیگه. آره، حکومت مورد علاقه من حکومتیه که ما در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق داشتیم که در اون برگزیده اجماع مجلس که دولت رو تشکیل میده از اختیارات ساورن یا از اختیارات در واقع حد اکثری برخورداره برای اصلاحات و پادشاه عملا نقش فقط سمبولیک به جهت وحدت ملی رو داره. حالا اگر حکومت مشروطه پارلمانی باشه من اعتقاد دارم که باید پادشاه نقش کاملا سمبولیک داشته باشه، کاملا و مطلقا سمبولیک داشته باشه، و اگر جمهوری هم باشه من اعتقاد دارم که در جمهوری باز اراده اکثریت مردم به صورت رئیس جمهور ظهور میکنه، او باید که از اختیارات قانونی حد اکثری در کشور برخوردار باشه و البته باید پاسخگو باشه، باید قابل چالش باشه، 100% باید مستقر دراز مدت نباشه. من یکی از مشکلاتی که با سیستم اسرائیل و با سیستم انگلستان دارم اینه که دولت هایی میتونن بیان 10 سال حکومت بکنن، مثل مارگارت تاچر، مثل تونی بلر. روسیه اصلا هم همینطوریه دیگه. روسیه، آره روسیه که جز کشورهای دموکراتیک نیست، ولی این به نظر من به هیچ عنوان درست نیست. اگر یه دولتی حتی با اکثریت پارلمانی بتونه 10 سال حاکم باشه این فسادزاست، بدون شک فسادزاست. بنابراین میدونم من قانونگذار نیستم ولی اون چیزایی که به عقلم میرسه این چیزایی که عرض کردم. خیلی عالی. محمد، امیدی داری که نظام جمهوری اسلامی یه اصلاحاتی در خودش ایجاد بکنه؟ هرچند اندک، یا اصلاحات ساختاری مثلا مثل گفتنهای در واقع این بزرگواری که تازه هم بازداشت و زندانی هم هستن، آقای تاج‌زاده. این یعنی امیدی داری که این اتفاقی یه روزی در این نظام جمهوری اسلامی بیفته؟ بذارین اینطوری بگم، امیدم خیلی 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 کمه، ولی احتمالی که اون اتفاق بیفته، احتمالش از براندازی بیشتره. این خودش یه حرف خوبی ها، یعنی احتمال براندازی رو خیلی سختتر از این میبینی که نظام در خودش رو اصلاحاتی ایجاد کنه. بله خیلی عالی. محمد، آزادی بیان چیه؟
حد و مرزش کجاست؟ حد و مرز آزادی بیان اونجاییه که به آزادی و به امنیت و به حریت باقی مردم صدمه نزنه، مگر اینکه اون مردم در دایره خاصی قرار بگیرن که صدمه زدن به حریت و شأن و جایگاهشون مجاز باشه. بسا به این تعبیر بگم، من آزادی بیان دارم به عنوان یه شهروند مثلا در انگلستان که بیام در رابطه با مخالفتم مثلا با مهاجرت، با ورود مهاجران بیشتر در جامعه صحبت بکنم، بگم این مهاجران جلوی اشتغال انگلیسی ها رو میگیرن، نمیدونم فشار میارن روی مدارس، روی بیمارستان ها، روی خدمات عمومی و ما ظرفیت نداریم در جزیره و و و و غیر و ذالک و اینها. ولی اگر من بیام بگم که اینها، این مهاجران از جنس ما نیستن، شما نگاهشون بکن شبیه ما اصلا نیستن، آدمایی هستن که الگوهای فرهنگیشون، الگوهای حتی فنومنولوژیکشون یعنی چهره و پوست و غیر و ذالکشون با ما تطبیق نداره. این من دارم یک بخشی از جامعه رو و اصلا بشریت رو تقلیل درجه میدم در نظام تبلیغی خودم. این میشه ریسیزم، یعنی نژاد پرستی، و این دیگه در حوزه آزادی بیان نیست. یعنی شما نمیتونی بگین آزادی بیانه. اما حالا این در رابطه با عموم مردم ها، اما به طور خاص اگر در رابطه با نخست وزیر انگلستان، در رابطه با شخص شاه چارلز سوم، در رابطه با آقای بایدن، در رابطه با نمایندگان کنگره، سنا، من اطلاعاتی دارم که این اطلاعات میتونه که اونها رو از حیز انتفاع ساقط بکنه، اگر من در رسانه اینو مطرح بکنم این مجازه، چون که او یک پابلیک پرسونالیتیه، یعنی یک شخصیت عمومیه و شخصیت عمومیه که تأثیر گذاره در سرنوشت مردم. اگر من اطلاعی دارم که طرف مثلا مثل اون چیز بود یه وزیر چیزاش مهاجرت داشت، آقای اگر اشتباه نکنم آقای بلر بود که به شدت ضد مهاجرت بود، وحشتناک ضد مهاجرت بود، بعد کاشف و عمل آمد که رفته بود لاور خودش، معشوق خودش یا عشق خودش رو از برزیل وارد کرده بود و با او در حال عشقبازی بود. و نگاه کن، اگر به این اطلاعات دسترسی داشته باشی، این رو میتونی منتشر بکنی، میگی تو داری میگی مهاجر نیاد، بعد رفتی مثلا خودت مثلا لاورت لاورت آوردی اینجا مستقر کردی. اون نمیتونه بگه آ تو داری آزادی های جنسی منو به چالش میکشی. نه خیر، من دارم هیپاکرسی تو رو به چالش میکشم، دروغگویی تو و نفاق تو، اینو دارم به چالش میکشم. محمد، این آزادی بیان مثلا، ببین شاید شما مثلا، من بتونم مثلا برم همچین اطلاعاتی رو مثلا نشرش بدم، ولی آزادی پس از بیان هم وجود داره، چه مجازیش چه واقعیش، بینی کجا؟ بین الله، همون خارج از ایران، خود امریکا، لندن. نگاه کنید، در 90 در 90 درصد موارد وجود، در 10 درصد موارد وجود نداره. کجاها وجود نداره میتونی بگی؟ خب میتونم مصداقی بگم. آره. ما در ماهای منتهی به
جنگ دوم خلیج فارس و اشغال عراق، دولت بریتانیا، دولت وقت بریتانیا، تونی بلر آمد یک داسیه، یک پرونده ای رو به پارلمان ارائه کرد در توجیه حمله نظامی به عراق. در این پرونده، در این دوسیه آمده بود که دولت صدام امکان دیپلوی کردن، یعنی وارد عمل کردن ظرفیت های غیر متعارف، یعنی میکروبی، شیمیایی و امثال هم رو در فرصت زمانی 12 تا 24 ساعت در میادین مختلف نظامی داره، میتونن ظرف 12 تا 24 ساعت ظرفیت های غیر متعارف خودشون رو وارد میدان بکنن. این نظر وزارت دفاع انگلستان نیست و بلکه یک جمله سیاسیه که دولت وارد این دوسیه کرده. آقای اندرو گیلیگن، خبرنگار بی بی سی، با در یه مصاحبه رادیویی ساعت 6 بامداد این رو اعلام میکنه، میگه من با یه منبع مطلعی در وزارت دفاع صحبت کردم و اون منبع مطلع اینو گفته. به فاصله 48 ساعت چنان آشوبی دولت بریتانیا بر ضد بی بی سی درست میکنه، چنان آشوبی درست میکنه که آقای گریگ دای که سردبیر ما بودن در بی بی سی، ایشون برکنار میشن و یکی از مقربان درگاه آقای بلر میاد به عنوان مسئول و کرتیکر سازمان اونجا مستقر میشه. بعد میان بی بی سی تراست رو درست میکنن که مسئول نظارت بر بی بی سی بود و یک دونه هیرینگ برگزار میکنن توسط یک قاضی که توسط آقای بلر لورد شده، یعنی توسط آقای بلر معرفی شده به ملکه، ملکه او رو لورد کرده. اون دادگاه بی بی سی رو مقصر میدونه در اون خبر و بی بی سی نابود میشه در این ماجرا. بعد از 6 سال از جنگ، تحقیقات متعاقب و دادگاه های بعدی، هیرینگ های بعدی که برگزار میشه، معلوم میشه که هر چه بی بی سی گفته عین حقیقت بوده، ولی دیگه غیر قابل جبرانه دیگه. یعنی گریگ دایک، نمیدونم، همه اونایی که درگیر اون پرونده بودن از سازمان اخراج شدن و سازمان به معنای واقعی اخته شد. یعنی یک سال ما رو میبردن کلاس که چجوری حرف بزنید که خدای نکرده به تریش قبایی هیچ کس بر نخوره. بنابراین آزادی بعد از بیان در یک حوزه هایی رعایت میشه، در یک حوزه هایی هم بستگی داره که اون بیان چقدر تهدید کننده باشه. در هر حالت، یعنی اینجوری من میفهمم از صحبت شما که این آزادی پس از بیان ظاهرا تو همه کشورها گریبانگیره دیگه، یعنی نمیشه ازش گذشت، یعنی یه جوری نیست که شما مطلق آزاد باشی. نگاه کن، قابل قیاس نیست. یعنی مثلا به عنوان مثال یارو در ایران میاد میگه که آقا این چیز، این پتروشیمیه که میخواین توی چیز بزنید، این خوبی محله رو نابود میکنه دیگه، بر ضد محیط مثلا بلا فاصله میگیرن میکننش تو زندان. برفرض دارم میگم مثالی که تو تهدید امنیت ملی هستی، این آزادی، این در واقع خفه کردن آزادی بیان نیست، این به طور کلی خفه کردنه، یه ربطی به آزادی بیان نداره. اینکه ما خفه میکنیم و میبندیم و زر نزن و نمیدونم، این اون اصلا در اون حوزه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم نیست. حالا مثلا درصدش دیگه، یعنی مثلا شما میگی آقا اینجا 90 درصد، مثلا توی ایران هم میشه یهو 40 درصد 50 درصد، ولی اونی که ما انتظار داشته باشیم آزادی بیان 100 درصدی باشه، یعنی از 72 ملت آزاد باشی، هر کاری دلت خواست، هر حرفی دلت خواست بزنی، اینجوری هم نیست. نه آخه نگاه کن، اولا که من عرض کردم آزادی بیان اینطوری نیستش که از 7 ملت آزاد باشی. تو نمیتونی یه حرفایی بزنی که باعث تضییع حقوق باقیه بشه یا باعث تخفیف شأن باقیه انسان‌ها بشه یا باعث تشویق خشونت بشه. اصلا من میگم اگر که ما قواعد آزادی بیان رو در ایران اعمال خب بکنیم، اینا یه چیزای استثناست دیگه، اینا رو خب قبول دارم. شما که نمیتونید اصلا یه کودک رو در معرض خطر قرار بدید اصلا با از طریق بیانه، این حق داری، ولی خب یه چیزایی که خب عادیه و باید ما آزادی داشته باشیم در موردش، حالا توی ایران که
صحبتشو نمی کنیم، ولی دوست داریم که کشورهای دیگر هم بدونیم دیگه، ببینیم که اون درصده چقدر. خیلی عالی. آره خب نگاه کن، ما مواردی داشتیم مثل ماجرای آقای سنودن، مثل در واقع افشاگری های ویکیلیکس و دیگران که خب تحمل نشده دیگه. و به نظر من مایه ننگه که تحمل نشده، چون که نگاه کنید ویکیلیکس مهمترین افشاگری که داشت در رابطه با جنگ عراق بود. یکی اینکه ارتش آمریکا به صورت سیستماتیک رفته بود یک سری از خبرنگارا رو هدف قرار داده بود، کشته بود. سیستماتیک دو تا خبرنگار رویترز رو با هلیکوپتر تعقیب میکنه، میره میزنه، اونا میرن پشت دیوار، میره پشت دیوار اونا رو میزنه، میکشه اصلا، بعد میذارنشون توی آمبولانس، آمبولانس رو هم به رگبار میبنده، یعنی دیگه به قول معروف فیها خالدون، مشخصا با هدف کشتن این دوتا خبر، قشنگ به قصد کش دیگه. یعنی آره دیگه، یعنی من اصلا نمیخوام جنازه تو هم احتمال بازیافت داشته باشه در بیمارستان تحت هیچ شرایطی. اوکی. و اینو خب ویکیلیکس فیلمش رو منتشر کرد. الان شما برو اون فیلمو پیدا بکن تو روی یوتیوب، اگر تونستی پیدا بکنی. اصلا نیست. و افرادی که اینو افشا کردن، بعد اون جنایت‌های ابو غریب رو افشا کردن که مردم به سگ می‌بستن و نمیدونم اون سنیکه روانی، اون کارهای جنسی رو با این سربازه عراقی می‌کرد. اصلا خب اینا رو ویکیلیکس افشا کرده. الان دولت آمریکا تمام وزنشو گذاشته برای اینکه آسانج رو بیاره محاکمه بکن. خب بابا جان شما اون آدما رو محاکمه کردین، آیا یکی جواب داد این دوتا خبرنگار رویترز رو برای چی کشین؟ کی دستور داد دوتا خبرنگار رویترز رو بکشن؟ خود رویترز دیگه راجبش حرف نمیزنه. یعنی تو به اینجا رسیدی خود رویترز، یعنی دیگه آقا بیخیال شده دیگه، میگه آره دیگه بیخیال یه شده چه دیگه. بلاهایی سرش اومده دیگه. به یه فیلمی که به قول خودت توی یوتیوب دیگه الان پیداش نمیشه تو فضای مجازی دیگه، اون فیلم نیست. خب دیگه با اون طرفه چیکار میکنه؟ همین دیگه، یعنی یه جاهایی هست که تحمل نمیشه. خیلی عالی محمد، واقعا اپوزیسیونی وجود داره؟ یه سوالایی میکنی، همه این سوالایی که میکنی بر من هزینه داره. الان همه این حرفایی که من زدم بر من هزینه داره. محمد یه صریح و شفاف دیگه، چون واقعا نمیدونم، اگر واقعا هزینه داره ازت نمیخوام پاسخ، یعنی این نه استور رو برات مسئله ندارم. نیست، به قول من چیز دیگه برای از دست دادن ندارم، ولی سازمانی به نام سازمان اپوزیسیون ما نداریم. ما بسیاری از مردم ایران اپوزیسیونن، یعنی مخالف حاکمیتن. یک سری افراد داریم که در واقع اپوزیسیون چی هستن، یعنی از محل اینکه من اپوزیسیونم یک دفتر دستکی دارم، پولی در میارن، زندگی میچرخونن، اونا هم یه جور افراد هستن. یه سری سوشال اکتیویست واقعا چیز داریم، در واقع سوژه محور داریم، که به نظر من اونا ارزشمندترین کارا رو انجام میدن. اونایی که مثلا در حوزه محیط زیست، در حوزه حقوق زنان، حقوق کودکان کار میکنن، اونها مهمترین در واقع کار ویژه رو دارن. ولی من فکر میکنم الان به طور قطع میشه گفتش که نیمه به اضافه یک جامعه ایران اپوزیسیون نظامن، یعنی مخالفن با نظام، اما اینها واجد سازمان و
ساز و کار و نتورک و بکاپ و نمیدونم لوجیستیک و اینها نیستن. به لحاظ نظری نیمه به اضافه یک مردم مخالف نظامن، اپوزیسیون محسوب میشن. یعنی هر نوع مخالف نظام رو اپوزیسیون داری تعبیر میکنی. ببین، من شاید مخالف نظام باشم، میخوام اینجوری تعریفش کنم، اما من مخالف نظامم ولی با رفتنش موافق نیم، مخالف اینم ولی خب نمیدونم آیندهش چیه، پس مخالف رفتنشم، مخالف وجودشم ولی مخالف رفتنشم است. میفهمی چی میگم؟ یعنی اینکه خود من مثلا بیام اینجوری تصور کنم که آقا بعد از نظام جمهوری اسلامی چه چیزی جایگزین بشود؟ هیچی. این اپوزیسیون با این شرایط فعلی، پس میگم فعلا این باشه، درست مخالفشم، این باشه تا ببینیم چه جایگزینی میتونیم براش پیدا کنیم و از اون حمایت بکنیم. اینجوری اگر نگاه کنی اپوزیسیون منهای این مسئله رو چند درصد میبینی؟ چه جوری میبینی؟ به طور فزاینده ای هر روز که ما جلوتر میریم و هر روز با ناکارآمدی های عظیمتری در حوزه سیاست خارجی، در حوزه محیط زیست، در حوزه منابع آبی باش مواجه میشیم، از دایره اونهایی که میگن اینها باید برن ولی چون که جایگزین ندارن حالا اینا بمونن داره کمتر میشه. بر دایره اونهایی که اینا باید برن و اینا باید برن، اینا فقط باید برن، داره زیادتر میشه. و من فکر میکنم که به نحو تصاعدی جمهوری اسلامی همواره در حال دشمنسازی بوده. الان از اون 50 به اضافه 1%، یعنی بیش از 50% که من میگم مخالف نظامن، اونا یه زمانی همه مدافع نظام بودن، همشون مدافع نظام بودن. نظام به طور سیستماتیک آمده و کارخانه دشمنسازی خودش رو سه شیفته فعال کرده برای اینکه بخش‌های مختلف جامعه رو تبدیل به دشمن بکنه. و اون دستگاه دشمنسازی، اون کارخانه دشمنسازی تنها کارخانه نظامه که از لحظه وقوع انقلاب تا همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هم به روز رسانی شده، هم به صورت بسیار مؤثر و با بهرهوری بالا در حال فعالیت. تنها کارخانه نظام که با بهرهوری 100% در حال فعالیت هستش و مستمر فعالیت کرده و ما میتونیم مطمئن باشیم که به فعالیتش ادامه خواهد داد، یعنی اگر یک سهامی در بازار بورس داشت من حتما میرفتم میخریدم، همین کارخانه دشمنسازیه، چون که در ظرفیت دشمنسازی اون هیچ شکی نیست. یعنی میشه گفت کارخونه جمهوری اسلامی در هر چیزی، اگر حالا اینم من میگم برا من هزینه داره دیگه، ولی میگم چون تو خیلی گفتی یه دونه هم ما بگیم، جمهوری اسلامی در هر چیزی موفق نبوده، در ساختن و پرداختن اپوزیسیون به شدت موفق بود. به شدت به شدت به شدت یعنی آدم مؤثر. نگاه میکنه یه سری اشخاصی که الان اپوزیسیون، من خود محمد منظرپور، حالا جلو روش بذار بگم دیگه، من محمد منظرپور رو به شدت آدم باهوشی میدونم، به شدت آدم اینکه میتونه واقعا یه شبکه رو بگردونه، شخصی که بالاخره ازش استفاده شد، با اینکه حالا نمونداره بهش میرسیم به سوالاتمون و اینها، توی ایران اینترنشنال خب یه جایگاه خوبی داشته، اصلا یکی از بنیانگذارهای ایران اینترنشنال محمد منظرپوره، ولی وای نستاده بنا به دلایلی که ازش خواهیم برد. این ظرفیت رو ما نتونیم نگهش داریم و از ایران بره و یه رفتاری باهاش بشه که بشه مخالف نظام و در مقابل نظام مثلا جمهوری اسلامی وایسه، این یه شکسته. کما اینکه رهبر معظم
هزار بار فرمودن دفع حد اقلی جذب حد اکثری، در حالی که این کاملا برعکس شد. ما دفع حد اکثری داریم الان، جذب حد اقلی داریم و این خیلی غم انگیزه و برای آینده ایران ترسناک. عرض کنم خدمتت که محمد منظرپور رهبر اپوزیسیون کیه؟ چجوری انتخاب میشه این رهبر؟ یا اون چجوری بگم تئوریسین، یا کسی که همه حرفشو بخونن، نمیدونم اسمشو رهبر بگم چی بگم. هر چقدر فکر بکنم نمیخوام به این سوال جواب بدم. هیچ مشکلی نداره و خیلی عمالی. اپوزیسیون چند شاخه داره محمد؟ چند تا حزب داره؟ آخه بستگی داره که ما اپوزیسیون رو چی تعریف بکنیم. اگر اپوزیسیون برانداز رو بخوایم تعریف بکنیم، یک طبقه بندی داره. اگر اپوزیسیون به طور عام که شامل اصلاح طلبان هم میشه و اصلاح طلبان ساختاری هم میشه بخوایم واکاوی بکنیم، یه تعبیر دیگری داره. اگر در حوزه اپوزیسیون برانداز در نظر بگیریم، ما 4 تا اردوگاه ملی داریم و 2 تا اردوگاه ضد ملی داریم. یعنی 4 تا اردوگاه ملی شامل، حالا اینا مجموعه های کلی هستن، سازمان نیستن، مجموعه کلی هستن. ملیون، ملیگراها یک اردوگاهن، مشروط خواهان یک اردوگاهن، چپ ها یک اردوگاه هن. چپ های ملی رو دارم عرض میکنم، نه چپ های ضد ملی. و عرضم به حضورتون که جمهوری خواهان هم یه اردوگاه هستن. اینا 4 اردوگاه اصلی در حریم حفظ تمامیت ارضی ایران گفتمانشون هست. بعد 2 تا اردوگاه ضد ملی داریم که شامل مجاهدین خلق و کلیه جریانات سکتاریست تجزیه طلب مسلح هستند که اونها در اردوگاه های اپوزیسیون ملی بنا نمی گیرند دیگه، اپوزیسیون ضد ملی هستند و به شدت هم مورد حمایت عربستان سعودی و اسرائیل و شیعیایی در آمریکا هستند. والا آخه آدم نگاه کن تو همین آرا فضای کوچولوی کلاب هاست، آدم میبینه که مثلا من وحید مثلا جمهوری خواهم، محمد منظرپور هم جمهوری خواه هست، ولی من سایه محمد رو با تیر میزن. یعنی این انشقاقه فکر میکنم خیلی زیاده توی اپوزیسیون. یعنی اون وحدت اگر یه روزی بخواد شکل بگیره، اون رهبری اگر داشته باشه اپوزیسیون، کارش به شدت سخت. قبول داری؟ واقعیت اینه که این 4 اردوگاهی که من خدمت ترس کردم اردوگاه های نظری هن. اردوگاه سازمانی نیستن، یعنی هیچ سازمانی نمایندگی این اردوگاه ها رو به عهده نداره. مثلا جبهه ملی نمایندگی اردوگاه ملیون رو به عهده نداره، حزب مشروطه نمایندگی اردوگاه مشروط خواهان رو به عهده نداره، اتحاد جمهوری خواهان یا همبستگی جمهوری خواهان نمایندگی اردوگاه جمهوری خواهان رو به عهده نداره. اونها یک سری انتیتی هایی هستن مستقل که منبعث از آدم های عمدتاً کوتوله های سیاسی هستن که فاقد کاریزمان. یعنی الان مثلا بیا 2 نفر رو در یکی از این احزاب نام ببر، مثلا در اتحاد جمهوری خواهان، در نمیدونم حزب مشروطه، در جبهه ملی،
دو نفر رو نام ببر، به خدا اگه بتونی نام ببری. من میتونم نام ببرم ولی مثلا 99 ممیز 99.99999% مردم یک نفر از اونها هم نمیتونن نام ببرن. دقت میکنی؟ نمیشناسن، یعنی نه که اصلا نمیشناسن، شناختی ازش. شناختی نداره یا وزنی نداره، نمیدونم چه وزنی، چه حرفی، چه کشکی، هیچ. ولی اردوگاه جای خودش باقیه ها، یعنی طیف کثیری در ایران هستن که ملی هن. و اینا واقعی هن. من میشناسم آدم هایی هستن که ملی هن. خیلی ملی هن. خیلی دیدگاه های ناسیونالیستی پیتریاتیک دارن. افرادی هستن به شدت مشروط خواهن و اینو ما در همه ارکان میبینیم، حتی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، حتی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی افرادی هستن که جمهوری خواهن، جمهوری خواهن، لایکن و در بین یه مقداری طبقه فرهیخته تر اونها جایگاه دارن، پایگاه دارن و دیسکورس خودشونو دارن، گفتمان خودشون رو دارن. افرادی هم اصلا چپن و چپ ها در ساختار در واقع فشل اقتصادی کشور ایران الان هواداران بسیاری دارن در لایه‌های مختلف، از معلمان گرفته تا کارگران یقه سفید و یقه آبی. پس اون اردوگاه ها دوام و بقا قوام داره، ولی اون اردوگاه ها سازمان ندارن. اردوگاه اندیشه است. پارادایم ما به ازایی نداره که بگیم حالا مثلا این آقایون یا خانوم ها ملی هن. ما به ازاش آقای مثلا وحید نوبریه که سردبیر یا دبیر کل حزب ملی ایرانه مثلا. نه، گرچه چیزی وجود نداره، انقطاع هست بین اون اردوگاه و سازوکار. این انقطاع توسط نظام ایجاد شده، نظام احساس بکنه که این انقطاع به نفعشه. من اعتقاد دارم این انقطاع به ضرر منافع ملیه. یعنی اگر اردوگاه های سیاسی سازمان های دموکراتیک برخواست از اون اردوگاه رو داشته باشن، این به نفع منافع ملیه. حکایت جمهوری اسلامی، حکایت اون داستان معروف کلیله و دمنه هستش که میگه یه دهقانی رفت حضرت سلیمان رو دید و حضرت سلیمان گفتش که من چه میتونم به تو بدم که تو خوشحال بشی؟ گفتش تو زبان حیوانات رو به من بیاموز. گفت من اینو این کار میکنم برات ولی به سودت نیست. حضرت سلیمان این امکان رو برای این دهقان فراهم کرد که زبان حیوانات بفهمه. فردا دهقان برمیگرده به آغول، میبینه حیوانات دارن با هم صحبت میکنن، میگن که آره فردا این خره داره میمیره و انتظار داریم که در واقع خره جدیدی رو به آغول بیارن و شاید مثلا این اتفاقات بیفته. دهقان که سوء استفاده چی و تیشه به سوی خیش بود، بلافاصله میره اون خری که در آستانه مرگ بود رو در یه روستای دیگر میفروشه. با یه خر نوعی میاد و همه تعجب میکنن، این مرد که چجوری فهمید این داره میمیره و فلان و اینا. بعد همین جوری گاوه میخواسته بمیره و فلان، همین سلسله مراتب ادامه پیدا میکنه تا یه روز میره در آغول، میبینه همه حیوانا سور و سات گرفتن، مرغ، خوکه، نمیدونم بره، همه دارن میخندن و میگن و گوش میده، میگه برای خدا رو شکر دیگه خودش داره میمیره و این چیز میشه، این به هر حال مراسم ختم و نمیدونم هفت و چله و فلان و اینا داره، ما از قبل اون دورریز این خیرات خیلی منتفع میشیم، اون برنجا رو میریزن جلو ما و اون نمیدونم چیزا رو میریزن، کلی حال میکنیم. حالا حکایت جمهوری اسلامیه،
جمهوری اسلامی تلاش کرده که تمام بدیل‌های خودش رو از بین ببره. خب اگر تو بدیل نداری که اون بدیل در یک نظام ساختارمندی نمیتونه با تو تقابل بکنه، اینکه مانع مرگ تو نمیشه که. وقتی پاسخگو نیستی، وقتی مطبوعات آزاد نداری، وقتی نمیدونم تحمل نداری، حتی آدمای مثل تاج‌زاده رو تحمل نداری، خب حالا تو همه بدیلاتو بکش، برو اون خررم بفروش، اون گاورم بفروش، اون یکیرم بفروش. خب یه روز میای گوش میکنی میگن دیگه این مراسم توه دیگه. میدونی چی میگم؟ یه سوال داشتیم که چرا اپوزیسیون و متحدی نداریم، چه پاسخ اینم دادید توی صحبتاتون و از این میگذریم. عرض کنم که محمد، چشمنداز اپوزیسیون در شرایط فعلی با توجه به اینکه حالا اینایی که گفتی چه جوری میبینی، چشمنداز این اپوزیسیون چیه؟ من نگاهم بیشتر به درون کشوره. من اعتقاد دارم که مردم در درون کشور ما رو همیشه شگفت زده میکنن. اعتقاد من بر اینه که مهمترین ظرفیت یا تنها ظرفیتی که برای اپوزیسیون وجود داره، اپوزیسیون درون مرزیه، حالا به هر شکلی که اون تعریف بشه. این 8 میلیون ایرانی که خارج کشور هستن به لحاظ اپوزیسیونی به نظر من 2 ریال مابعضا ندارم. اما اون 80 میلیونی که در داخل کشور هستن و پوست و گوش و سخونشون درگیر با این وضعیت، من با مطالعه ای که از تاریخ ایران دارم میتونم به زرس قاطع بگم که جامعه ایران، تمدن ایران، فرهنگ ایران بسیار بسیار فائقه به فرهنگ حتی تشیع صفوی که خیلی ریشه داره در جامعه ایران، ولی اون درون مایه تمدن ایرانی فائقه بر حتی تشیع صفوی و اون درون مایه، اگه ما بخوایم کاملا در واقع ابسترکت صحبت بکنیم، اون درون مایه یا این نظام رو دچار استحاله خواهد کرد، یعنی در خودش حل میکنه، همون گونه که ایلخانان مغول رو در خودش حل کرد، همون گونه که در واقع یونانی ها رو در خودش حل کرد، همون گونه که امویان رو در خودش حل کرد، همون گونه که همه رو در خودش حل کرده، یا این کار رو میکنه مثل یک اسیدی که یک جسم سختی رو تحلیل میبره تا اینکه هوموژینزه میشه با اون اسید، یعنی دیگه شما نمیتونید تشخیص بدی اون جسم سخت رو با اون اسید، این نظام رو یا دچار استحاله میکنه یا اینکه فرو میکشه. در این من کوچکترین شکی ندارم. خیلی عالی. محمد منظرفور کجای براندازی ایستاده؟ کجای اپوزیسیون بودن ایستاده؟ چه وظیفه ای الان روی گردن خودش، روی دوش خودش حس میکنه؟ خب من از شاید بگم جوانی جذب جبهه ملی شدم، زمان آقای دکتر مدنی، و همواره یه آدم ناسیونالیست رومانتیکی بودم. برای من تنها چیزی که اهمیت داره منافع ملی ایران و کرامت شهروند ایرانی و عزت جایگاه ایرانیان در جهانه و البته تمامیت ارضی. من فکر میکنم از این چارچوب هیچ وقت بتونم خارج بشم. در اپوزیسیون من جایگاهی ندارم، من در واقع دبیر سیاسی
جبهه فراگیر ملی ایران هستم که خودش یک جریان ملیه، جریان کوچکی هم هست، رو به رشده ولی کوچکه و فاقد هر نوع سازوکار فاند و بودجه و نمیدونم این چیزا هم هست. من اگر کلن از عرصه سیاسی خارج نشم که اونم یه احتمالیه، همواره روی محورهایی که فکر میکنم محورهای حیاتی ملیه میستم. اعتقاد دارم که این کشور میراث خونهای بیشماریه که پدران ما در جنگهای متعدد تقدیم کردن به این کشور و تا جنگ ایران و عراق و در انقلابهای مختلف تلاش کردن که این کشور رو متحول بکنن. البته نه در انقلاب 57، در انقلاب مشروطه منظورمه، در انقلاب 57 که من فکر میکنم انقلاب سنت علیه مدرنیته بود، ولی در انقلاب مشروطه خب ایرانیان یک تحول مهمی رو در آسیا رقم زدن. ما اولین انقلاب کانستیتوشنال آسیا رو داشتیم قبل از ژاپن، قبل از روسیه. و من فکر میکنم ملت ایران دارای شأن و جایگاه ممتازی میتونه باشه اگر که حاکمان ناتوان و سخیف دست از سرش بردارن. ملت از حاکمان خودش بزرگتره. مشکل ما در ایران اینه، ملت از حاکمان خودش بزرگتره و حاکمان فکر میکنن که ملت صلاحیت نداره که خیر و شر خودش رو تشخیص بده، اصلا که ملت از اونها بزرگتره. عرض من تمام. خیلی عالی محمد. هزینه ایران اینترنشنال از کجا تأمین میشه؟ هزینه ایران اینترنشنال از طریق یک شرکت به نام ولانت در اختیار ایران اینترنشنال قرار میگیره که در رأس شرکت ولانت یه آقای هستش به نام آقای عادل عبدالکریم که شهروند سعودیه. و اینکه پول از کجا به ولانت میاد نامعلومه. روزنامه گاردین تحقیقات مفصلی رو انجام داد، معلوم شد که این پول از طریق یه سری حساب‌های آفشور در جزایری که در شمول قوانین نظارتی و پولشویی بین‌المللی قرار نمی‌گیرن به شرکت ولانت پرداخت میشه و مبدأ اون پول مشخص نیست. اما تا اونجایی که ما میدونیم اون پول از این جزایری که آفشور هستن، خارج از مجمع جزایر بریتانیا هستن، به شرکت ولانت واریز میشه و شرکت ولانت میده به ایران اینترنشنال. یکی از میشه گفت بنیانگذارانه به داخل ایران اینترنشنال بودی دیگه، عرض کنم که چرا ازش خارج شدی، به چه دلیل؟ من از ایران اینترنشنال خارج شدم به خاطر اینکه اختلاف عمیق ادیتوریال پالیسی پیش آمد دیگه، سیاست سردبیری پیش آمد. من اون موقعی که جذب ایران اینترنشنال شدم به من گفته شد که شما بر اساس ادیتوریال پالیسی بی بی سی ورلد سرویس فعالیت میکنید. منم به اون ادیتوریال پالیسی مسلط بودم و همون رو سلوحه خودم قرار دادم. در سال اولم تقریبا ما با همون سیاست سردبیری رفتیم جلو و هیچ مشکلی هم نداشتیم، ولی ناگهان تحولاتی رخ داد و ما شاهد یه نوسان عظیم در سیاست سردبیری بودیم که به اختلافات عمده‌ای منتهی شد که در این اختلافات نخست بنده و بعد آقای جامی از شبکه در واقع عملاً خروج کردیم. خروج من بر سر حمله بود که به سفارت ایران رخ داد
توسط فرقه آقای شیرازی، آیت الله شیرازی. خب برای اون عزیزانی که مخاطب این برنامه هستن و فرقه آیت الله شیرازی رو نمیشناسن، عرض بکنم که آیت الله شیرازی اختلافش با جمهوری اسلامی اینه که چرا جمهوری اسلامی به اندازه کافی رادیکال شیعه نیست و اعتقاد دارن که باید سب خلفای راشدین روی منابر در ایران انجام بشه، لعنت به عمر و عثمان و ابوبکر و اینها انجام بشه و اعتقاد دارن به اینکه باید مردم حق غمزنی داشته باشن. یعنی یک جریان اوبر سوپر رادیکال شیعه است، اوبر سوپرا یعنی اون پشه، و اینا رفتن حمله کردن به سفارت ایران، یه مش افرادی با قمه و نمیدونم چوب و این چماق و اینا حمله کردن و ایران اینترنشنال همینجوری داشت یک بند با طرفداران آیت الله شیرازی مصاحبه میکرد، یک بند و یعنی مثلا 10 ساعت مستمر همینجوری پشت سر هم داشتن مصاحبه. آخر سر یه خانومی اونجا در هیئت تحریریه به من گفتش آقای منصفپور شما میتونید یه کوتی هم از سفارت ایران بگیرید. من اون موقع سفیر ایران یه حساب توییتری داشت، پیام دادم گفتم که ما میخوایم واکنش شما رو به حمله در واقع این فرقه شیرازی بگیریم، شما هم به هر حال حق پاسخگویی دارید دیگه. و اینکه من از واژه فرقه استفاده کرده بودم ناگهان اونجا تبدیل به یک پیراهن عثمانی شد و گفتن چرا گفتی فرقه و این تحقیرآمیزه برای پیروان آیت الله شیرازی و نمیدونم اینو کی گفت که تحقیرآمیزه برای چیز؟ ایران اینترنشنال گفتن یا خود مثلا عرض کنم که از آقای راب باینن گفت که مدیر انگلیسی ایران اینترنشنال بود و من گفتم آقای شیرازی خودش به پیروانش میگه فرقه، من مثال آره آوردم برای میخوام آره. اتفاقا آره گفتم خودش شخصا به پیروان خودش میگه فرقه، به پیروان سایر فرق اسلامی هم میگه فرقه و فرقه واجد این چیزا. گفت نه نو دیگه تو فوش خارمادر دادی با آیت الله شیرازی و از مزخرفات. بعد داستانه پیش آمد، بعد آمدن منو تعلیق کردن، بعد یه جلسه داشتن با آقای رابباینن گفتش که ما میخوایم شما رو اخراج بکنیم. گفتم باش من رو اخراج بکنید، من میدونم جنازه های شما کجا دفنه، من همه اونا رو میرزم بیرون. بعد چیز کرد، گفت نه 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 من نمیخوام وارد اینجور تقابل بشیم و اینا، بیایم ما به یه راه بینابینی برسیم، شما رو میفرستیم آمریکا برای سردبیری ایران اینترنشنال در آمریکا. گفتم که باشه، اما میدونستم دیگه این دیگه به قول معروف زور آخره و بعد داستانهای دیگه اتفاق افتاد و پروژه میدان اتفاق افتاد و نمیدونم اینها، حالا نمیدونم مصاحبه با چی اسمشون، سازمان عجیب غریب تجزیه طلب مورد حمایت استخبارات عربستان در اهواز، اسم انفصال اهواز نمیدونم چی یه مزخرفی، اون اتفاق افتاد و وارد مکاتبات و درگیری های بیشتر شدیم. آخر سر گفتن دیگه ما اصلا این پوزیشن رو داریم میبندیم در آمریکا، شما اخراج نیستی ولی ما این پوزیشن رو داریم میبندیم و این پوزیشن رو بستن و یه ما هم به خیر و اونها هم به سلامت. خیلی عالی. محمد منظرپور، عرض کنم که رسانه های ایران اینترنشنال، حالا به رسانه دیگر هم میرسیم، هدفشون واقعا مردم ایرانه؟ چی هدف ایران اینترنشنال؟ آره والا ما یه به نظر هدفی داریم که بگیم آقا روشنگری میخوام بکنم، یهو
مثلا من این هدف رو میتونم داشته باشم، چون یه مثلا کانال کوچیک خودمونیه، دور همی طوره، مثلا اینو من میگم ما هزینه ای نداره، ولی رسانه به این عریض و طویلی که خب طبیعتا هزینه های زیادی داره و از این جایی که شما داری میگید داره تأمین میشه، طبیعتا دنبال یه هدفی هست و اون هدف رو من مردم نمیفهمم. شاید شما بگی اصلا هدف مردم، میخوام بدونم کامل. نگاه کنید، من اعتقاد دارم که دولت بریتانیا و دولت آمریکا دارن جنگ روانی خودشون با ایران رو آوتسورس میکنن، کنترات میکنن به سعودیا، و برای همینه که ما مثلا همین امسال که به خاطر حمله روسیه به اوکراین وزارت خارجه بریتانیا یه بودجه هم تزریق کرده به بی بی سی، ولی بودجه بخش فارسی هم اینجوری در حال کاسته شدنه. یعنی بخش فارسی بی بی سی الان جدا دچار بحران بودجه ایه. همین در رابطه با رادیو فردا صدق میکنه که اینها تریبون های رسمی مثلا آمریکا و انگلیس بودن دیگه، به هر حال بریتانیا و آمریکا. هر چقدر که بر در واقع ظرفیت های مالی و لوجستیکی این سازمان ها داره فشار وارد میشه، از سوی دیگه ما شاهد فعالیت مثلا رسانه های مثل ایران اینترنشنال و ایندیپندنت فارسی و اینا هستیم که اینا ظاهرا بنابرای بودجه لایتناهی دارن. همینطور که جنگ روانی داره آوتسورس میشه، اولویت های دولت ریاض با اولویت های بریتانیا و آمریکا خیلی فرق میکنه. دولت ریاض درگیریش خیلی در رابطه با مثلا حقوق بشر در ایران نیست، چنانچه بشر در ریاض هم حقوقی نداره. درگیریش بر سر اینه که میخواد ایران دچار جنگ داخلی بشه، و باعث تأسف بر من که تمام این ایادی عناصر دولت های اصلاح طلب که الان اونجا در ایران اینترنشنال نشستن، از طرف که معاون وزیر بوده تا نمیدونم دیگرانی که اصلاح طلب بودن و نون اصلاح طلبی میخوردن، الان درگیر این پروژه تقسیم ایران شدن. واقعا باعث تأسفه، باعث سرشکستگیه، باعث یأس فلسفیه به نظر. هزینه بی بی سی از محل لایسنس فی تامین میشه. شما در انگلستان اگر یک کانال تلویزیون، اگر یه تلویزیون داشته باشی، دستگاه تلویزیون داشته باشی، باید یه لایسنس فی بپردازی. فکر کنم نمیدونم ماهی 15 پوند یا همچی چیزیه، دقیقا یادم نیست، حالا من خیلی سال انگلیس نیستم، که مستقیما از سوی مردم پرداخته میشه، مثل کانسل تکس، مثل اون مالیاتی که شما به شهرداری میپردازید. اون درآمد میره تو بی بی سی ترستریال و یه بخشش هم میاد تو بی بی سی ورلد سرویس. قبلا بی بی سی ورلد سرویس از محل گرانت وزارت خارجه انگلستان یک کمک هزینه دریافت میکرد، ولی سالها پیش که چند سال پیش اون کمک قطع شد. الان هم این کمکی که دوباره فارن آفیس تزریق کرده به بی بی سی مستقیما رفته تو بخشای روسی و اوکراینی و اون بخشا، متوجه بخش فارسی نشده. من میدونم بخش فارسی با مشکلات مالی مواجهه. خیلی عالی. عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی از لحاظ سیاسی چجوری ارزیابیش میکنه؟ میتونی پاسخ ندی؟ ترجیح میدم پاسخ ندم. عرض کنم که بزرگان اپوزیسیون، یعنی از خود شاهزاده یا هر عزیزی که مثلا فکر میکنه که دیگه اینا جزء عزیزان خیلی معروف و محبوب اپوزیسیون و حتی کاربلد اپوزیسیون هستن، کی مثلا؟ من از شما دارم میپرسم، مثلا خود شاهزاده رضا پهلوی، مثلا
توانایی اداره کشور رو شاهزاده و امثال این بزرگوار اگر شخصی هست تو اپوزیسیون داره، یه کشور رو بشه بهش با اطمینان سپرد، یعنی بگیم آقا شما بیا هر چی تو بگی. در رابطه با شاهزاده من پاسخ نمیدم، اما در رابطه با ظرفیت مدیریت کشور قطعا در اردوگاه های اپوزیسیونی وجود داره، در سازمان های اپوزیسیونی وجود نداره، ولی در اردوگاه های اپوزیسیونی وجود داره. ما شخصیت های توانمند علمی اکادمیک رده یک جهانی داریم در جامعه ایرانی، در داخل ایران و در خارج ایران، که اینها می توانند برای معضلات در بخش تخصصی خودشون مثل آقای کاوه مدنی و امثال هم می تونن بیان تحولات عظیم و شگرفی ایجاد بکنن در حوزه پایش سرزمینی، در حوزه منابع آبی، در حوزه‌های دیگر، در حوزه صنعتی، در حوزه صنایع آیتی. بابا الان بزرگترین ها در این سیلیکون ولی ایرانی هن. یعنی اونها این ظرفیت رو دارن که بتونن تحولات مهمی ایجاد بکنن در اقتصاد کشور، در اقتصاد دیجیتال کشور. اقتصاددان های بزرگ ما در جهان داریم و حتی در ایران داریم، وطن در ایران داریم. عرضم به حضورتون که به نظر من نیروی متخصص ایرانی ها کم ندارن، استعداد نه، ایرانی ها کم ندارن. نیروی متخصص منظورم نیست. ببین محمد، ما مثلا دنبال مدیریم دیگه. اگر یه اپوزیسیونی بخواد یه هدفی داشته باشه به جهت اینکه مثلا بیاد یه نظامی به این وسعت رو براندازی بکنه و مردم بهش اعتماد بکنه، اما یه شخص مدیری میخوایم که شناخته شده هم باشه. ما که نمیتونیم بگیم که آقا مثلا یه وحید نوبری نامی هست، این میگن که توی مثلا فکر کن آیتی خیلی فعاله. خب منو که نمیشناسن که. میدونی چی میگم؟ الان مثلا توی ریاست جمهوری آدم میاد به رئیس جمهور رأی میده، میگه آقا ایشون طبیعتاً چون با این توانایی ها اومده توی ریاست جمهوری، پس ایشون میتونه که یه وزرای انتخاب کنه. تازه این وزیرام که داره انتخاب میکنه باید یه شناختی مردم نسبت بهش داشته باشن، افکار عمومی بشناستش. میخوام ببینم همچین فردی توی اپوزیسیون هست یا نه. باز دوست داری میتونی پاسخ ندی که اداره کشور رو چشم بسته بهش بسپریم دیگه، بگیم آقا ما چشامونو بستیم، این آدم میتونه. حالا میتونه وحید نوبری رو بذاره تو وزارت و اینا. سوالت یه کمی چیزه، یه کمی در واقع من هر جوری جواب بدم، هر جوری جواب بدم خوب نیست، ولی بذار من یه جور دیگری جواب بدم. اوکی. فکر کن که اون فرد وحید نوبریه در اپوزیسیون، ما وحید نوبری رو برگزیدیم برای اینکه تشکیل دولت بده در ایران. اگر وحید نوبری فردا بره جلو وزارت کشور در خیابون کارگر بیسته و از هر 7 نفر یا 15 نفر که عبوری رد میشن از جلو وزارت کشور، عبوری مردم دارن رد میشن دیگه خیابونه، مثلا بگه آقا من از هر 7 نفر یه نفر رو میکشم بیرون همینجوری و میذارم در سمت وزارت کشور، وزارت بازرگانی، وزارت الی نهایت وزارت دفاع، از هر مثلا چه میدونم 7 نفر آقا شما بیا، شما کی هستی؟ من آتقی هستم. چی کار میکنی؟ من یه دکه دارم اونجا روزنامه میفروشم. شما بشو وزیر کشور، من بهت قسم میخورم که از وضعیت فشلی که امروز ما در ایران داریم مدیریت بهتر و کارآمدتری خواهد بود. اوکی. عرض کنم خدمت محمد منظرپور که
اپوزیسیون واقعا دنبال اتحاده، یعنی میتونه اصلا این اتحاد بین اپوزیسیون ها، تازه اصلا مثلا اونایی که میگیم یه پنجا پنجایی هم اینا رو میذاریم کنار، اپوزیسیون یه روزی متحد خواهد شد باز منظورت از اپوزیسیون چیه؟ اردوگاه هاست یا احزاب آره یا آره همه افراده؟ دیگه. ببین اپوزیسیون به معنیه، چون مخالف شما در خب احزاب به هیچ عنوان متحد نخواهند شد. احزاب حتی در هدف اپوزیسیون این که فعلا جمهوری اسلامی براندازی بشه و تا مثلا تا الان یه متحدی بشیم، بعد این اصلا خب فکر کن دعوا یک میکنه. سیارکی از مدار خارج شده و داره میاد به سمت زمین و بقای نوع بشر به این وابسته است که احزاب اپوزیسیون با هم متحد بشن، بقای نوع بشر، وگرنه این سیارکه میخوره به زمین و ما مثل دایناسورها از زمین محو میشیم. اون اتفاق نخواهد افتاد، اون سیارک به زمین خواهد خورد و ما مثل دایناسورها محو خواهیم شد. اگر تو فکر میکنی در یک زمانی در یک بزنگاهی مثلا همبستگی جمهوری خواهان، حزب چپ، حزب مشروطه، نمیدونم جبهه ملی ایران، اینا تحت هر شرایطی، میگم در شرایط اصلا existential threat، نه برای حیات ایران بلکه برای حیات جهان، اینها میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ خیر، نمیتوانند. تمام. خیلی اما سریع. آره، اما در بین اردوگاه سیاسی، اردوگاه های سیاسی، پارادایم های سیاسی که خدمت ترس کردم که در درون جامعه ایران، در بین نخبگان، در بین جوامع اهل مطالعه و تفکر که تعداد قلیلی هم هستن وجود داره، بین اونها گفتمانهای بین اردوگاهی زیاده و وجوه اشتراکشون داره هر روز بیشتر میشه. خیلی عالی. محمد منظرفور چه نوع حکومتی رو برای ایران مناسب میدونه؟ نه اینکه خودش چی میخواد، اون چیزی که فکر میکنه مناسب تره الان. من یک جمهوری سکولار رو برای ایران مناسب میدونم. خیلی عالی. توان نظامی جمهوری اسلامی رو چه، حالا توان نظام رو کلن چه جوری ارزیابی میکنه؟ مهمترین توان نظامی هر کشوری توان ضد اطلاعاتشه. توان ضد اطلاعات ایران رو من معادله با صفر ارزیابی میکنم و اعتقاد دارم که دژ اطلاعاتی ایران الان دژ بیدفاعه. بنابراین تمام ظرفیت های نظامی دیگه عملا بلا موضوع میشه. هر ظرفیتی اگر رخنه امنیتی وجود داشته باشه، شما اگر موشک های اتمی چند کلاهکی هم داشته باشی، رخنه امنیتی بر شما فائقه و در ایران رخنه امنیتی وجود داره و رخنه امنیتی فائقه. رخنه امنیتی توی سایر کشورها نیست؟ یعنی مثل اینکه مثلا یهو آبدارچی و یا خدمتکار یک وزیری مثلا جاسوس ایران در بیاد، یا اینجور اتفاقا؟ حالا شاید توی ایران یه مقداری ملموستر شده این اخیرن، این تیپی شد، ولی به نظرت همه جا این نیست؟ یعنی اجتناب ناپذیر نیست این اتفاق، رخنه نگاه کن، امنیتی؟ در همه جای دنیا رخ داده. ما در انگلستان فیلبی رو داشتیم که معاون MI6 بود و پناهنده شد به روسیه، که بزرگترین، البته ما داریم راجع به دهه 40 و 50 صحبت میکنیم، بزرگترین شکست امنیتی برای بریتانیا در طول تاریخش بوده، در طول تاریخ. در آمریکا ما رخنه امنیتی به اون شکل نداشتیم. افرادی بودن که سودزن بودن، که مثلا پی برده که هوملند سیکیوریتی داره از طریق
از همه طریقی روی شهروندان آمریکایی جاسوسی میکنه. اوکی، اون آمده سودزنی کرده، رفته روسیه، گفته که آقا شما دارن این کار میکنن، این رخنه امنیتی نیست، چیزی از اطلاعات سری آمریکا رو نفروخته، آمده گفته که شهروند آمریکایی در معرض شنود هستش به طور کلان، نگفته که مثلا فلان موشک هسته‌ای آمریکا اونجا این نوکش اگر اینجوری بکنیم مثلا اینجوری میشه، اون نوع رخنه امنیتی نبوده. در ایران رخنه امنیتی به قدری عظیمه که الان نمیشه با اصل نظام، بین رخنه امنیتی و اصل نظام تمیز قائل شد، نمیشه. خیلی عالی. عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو چجوری میبینی؟ عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی مبتنی بر جیب جمهوری اسلامی، بجز منحصرا در عراق به دلیل مسائل مذهبی، ما یه عمق استراتژیک طبیعی داریم. عراق یه کشور سوریه، کشوریه که در قرارداد سایکس پیکو خطوط مرزیش کشیده شده و اصلا بخشی از عراق متعلق به ایران هستن، بخشی از ایران هستن راستشو بخوام، و انگلیسی ها با حواست از ما جدا کردن. به جز عراق باقیه کشور، یعنی البته دونه دونه باید صحبت بکنیم، در فلسطین و در لبنان عمق استراتژیک ما جمهوری اسلامی کاملا منبعث از عمق جیبشه. اگر عمق جیب قطع بشه عمق استراتژیکی وجود نخواهد داشت. در سوریه هژمون تهران دمشق قدمتی برای جمهوری اسلامی داره، یعنی قبل از جمهوری اسلامی وجود داشته و من اعتقاد دارم که پس از جمهوری اسلامی هم وجود خواهد داشت. ما متحد طبیعی و ذاتی سوریه هستیم و این اتحاد رو به نظر من هیچ حکومتی در ایران از دست نخواهد داد، چون که در غیر این صورت دمشق هم به دامان ریاض سقوط میکنه و برای ما بسیار بد میشه. در یمن عمق استراتژیک باز ناشی از عمق جیب ماست، تا جایی که ما بتونیم چهار تا پهپاد و محمد، این غروزالکتروسین. که بسته به جیب ماست، خب طبیعتا این مثلا ها خود امریکا یهو مثلا بره یه کشوری، خب اونجا طبیعتا باید هزینه بکنه. خود مثلا اومد توی افغانستان، مگه هزینه نکرد؟ مگه براش صرفه نداشت که این کارو بکنه؟ شاید توی خود افغانستان صرف اقتصادی براش نداشت، ولی شاید بنابرای اسم افغانستان خیلی از بالاخره اتفاقات رو توی جهان رقم زد دیگه. اونی که میخواست رسید پایگاه ها یا ورودش به منطقه به این شکل، به نظرم این خودش یه نوع اجتناب ناپذیری، یعنی باید هزینه بکنی دیگه. بدون هزینه مگه میشه عمق استراتژیک داشت؟ نگاه کن، اولا ما در اقتصاد جهان در رتبه های زیر در واقع میانه جدول هستیم، بنابراین ما الاینسمون نباید الاینسی باشه که مبتنی بر ظرفیت اقتصادی ماست. آمریکا رتبه یک اقتصادی جهانه، چین رتبه دو اقتصاد جهانه، اونا الاینس میتونن بخرن. همیشه در طول تاریخ الاینس یا در واقع متحدین قابل خریداری بودن. بعضی از پیوندها هستش که ورای سرمایه گذاری صرفه، مثلا پیوند کراس اتلانتیک لندن و واشنگتن مبتنی بر سرمایه گذاری آمریکا در انگلیس یا سرمایه گذاری انگلیس در آمریکا نیست، بلکه یک پیوند
خیلی عمیق‌تریه، یا پیوندهای راهبردی آمریکا با آلمان یا آمریکا با روس با فرانسه صرفاً منبعث از تعاملات اقتصادی دو کشور نیست، چنانچه بسیاری از مواقع حتی تعاملات اقتصادی یک مؤلفه آسیب زنه به اون پیوندها. برای کشوری که جایگاهش در رتبه بندی اقتصادهای جهان جایگاه نازلیه مثل جمهوری اسلامی ایران، تکیه بر الاینس های خریداری شده عاقلانه نیست به عنوان سیاست دراز مدت. یعنی میگی که چراغی که به خانه رواست، آره، به مسجد حرام است. اینه منظورت؟ نه نه اصلا اینم نمیگم، اصلا اینم یعنی میگی نمیگم. توازن داشته باشه، صرف اقتصادی برات داشته باشه بله برای هژمونه. بله، هژمونی باید صرفه اقتصادی داشته باشه. اگر تو فقط پول صرفه هژمونی بکنی، تبدیل به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میشی، یا به فروپاشی اتحاد، به فروپاشی روم شرقی، یا فروپاشی روم به طور کلی. امپراتوری نمیتونه که هزینه اغمارش، یعنی حفظ اون اغمار از ظرفیت های مالیش بیشتر باشه. اگر بیشتر باشه شکست بکنه، ورشکست میشه. خیلی عالی. اگر به محمد منظرپور مسئولیت داخل ایران بهش پیشنهاد بدن، یعنی بهش بگن که محمد منظرپور شما برگرد، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو در اختیار شما میخوایم قرار بدیم، حالا بحث نمیدونم خیلی از چیزها رو هم مثلا گذشت کردیم و فلان، و مثلا امروز 0 کیلومتری محمد منظرپور وارد ایران میشی و میتونی کار بکن، برمیگردی ایران؟ 100%، اصلا همین الان برمیگردم. مسئولیت ندن ولی بگن که اصلا کاری باید نداریم، هر کاری کردی و حالا کردی برگرد فقط. بازم برمیگردم. خیلی عالی. محمد منظرپور مواضعی که داشته و مورد حمله قرار گرفته چه مواضعی بوده؟ همه موازه یعنی همیشه مورد حمله ای؟ همیشه متاسفم. اینم خوبه، یعنی همیشه مورد حمله قرار گرفتی نسبت به مواضعی که داشتی. ولی سخته ها، اینجوری هم بودن خیلی سخته. بله، به هیچ کی توصیه نمی کنم. خود من پشیمانم. اگر از نو شروع میکردم وارد این مسیر نمیشد. عرض کنم خدمتت که خب بعضی ها می نویسن صدا نیست. آها نه، یکی نوشت صدا هست. نه صدا هست اون پایین، آره صدا هست. بذار ببینم این چرا اینجا چیز نمیشه. آن این نیست که سوالات سیاسی بوده. خب بذار اینو من آها. همین این مصاحبه تا کی ادامه داره؟ ما دو نیم شروع کردیم، الان چهار و یه نیمه. کوچولو دیگه بخش آخرمونه، آره یه کوچولو اینجا دیگه با هم یه صحبتی بود. بگو. عرض کنم که دو سه تا سوال یا داریم محمد. قاجار یا پهلوی؟ پهلوی؟ پهلوی اول، پهلوی دوم، دورانش، نه شاه‌ها، یعنی مثلا رضا شاه رو با محمد رضا شاه مقایسه نکن فعلا، دورانشو، نحوه حکومت داری، میدونی؟ نه شخص. پهلوی. کدو؟ پهلوی دوم. الان محمد رضا شاه و یا رضا پهلوی؟
پاسخ نمیدم. عرض کنم خدمتت که مشروطه یا جمهوری؟ به نظر من برای ایران مشروطه بهتره. من فکر میکنم. من دلیلی که گفتم خودم جمهوری خواه هستم به دلیل اینه که به دلایلیه که نمیخوام توضیح بدم در اتاق، ولی فکر میکنم که مشروطه برای ایران، مشروطه پادشاهی به ناخودآگاه جمعی ایرانیان نزدیکتره. پهلوی یا جمهوری اسلامی؟ کلیات پهلوی با کلیات جمهوری اسلامی. قطعا پهلوی است. چه سوالی میکنی؟ واقعا من متعجبم این سوال میکنی. من دوست نه دارم دیگه، یکی بیاد بگه جمهوری اسلامی و خیلی استدلال بکنه. مهدی نجاتی گفت جمهوری اسلامی. حالا مهدی بعضی وقت از این حرفا میزنه. آره، من برای مهدی خیلی احترام قائلم. حالا میرسیم بهش، توضیح نده. آره، میخوام تو قسمت خودش بگی. آقا یه سری کلمات و عرض کنم خدمتت که اسامی رو بهت میگم و بخش آخر مصاحبمون هم میخوام نظرتو بگی، شاید یه کلمه باشه، شاید یه جمله باشه، ولی کوتاه، مثلا یه جمله دو جمله تا جایی که میتونی. اگر نیاز به توضیح هم بود ما در خدمتت هستیم و هیچ مشکلی نداره. رضا شاه پهلوی، توضیح بدم راجع به شما. نظرتو در یه جمله دو جمله. رضاشاه کبیر به نظر من پدر ایران نوینه و اساسا اگر ما شأنیتی به عنوان ملت داریم ناشی از مرحوم رضاشاه کبیره. بسیار برای ایشون ارزش قائلم. خیلی محمد رضا شاه پهلوی. محمد رضاشاه پهلوی یک ساورن، یک شاه به شدت خیرخواه برای ملتش بود و ایده های درخشانی داشت برای ایران، برای آینده ایران. اما متاسفانه به دو دلیل اون ایده ها به نتیجه ننشست. یکی اینکه جامعه به لحاظ فرهنگی با ضرب آهنگ مدرنیسم هماهنگ نشده بود. در واقع چی میگن، واکنش نسبت به مدرنیسم در جامعه تبدیل به یک نوع کنش شده بود. و دومی آنکه اراده لازم برای مواجهه با شرایط سخت رو خود مرحوم اعلیحضرت نداشتن. یعنی هر دو بار که کشور دچار بحران جدی شد ایشون کشور ترک کردن و این به نظر من به هر حال یه نقدیه که به ایشون وارده. می توانستن که به نوع دیگری مدیریت بحران بکنن و خروج ایشون به هر حال به فروپاشی ارتش، مقاومت تشکیلاتی و نظامی کشوری لشکری در مقابل انقلاب انجامید و هزینه ای که ملت بابت این انقلاب داده اصلا بی نظیره. یعنی ما چنان هزینه دادیم، کشور ما، مردم ما چنان هزینه داده که قابل بخشایش نیست. بنابراین این نقد رو من به مرحوم محمد رضا شاه وارد میدونم، هرچند که برای ایشون نهایت ارزش رو قائلم و اعتقاد دارم که انسان بسیار وطن پرست، انسان بسیار دلسوز و مصلحی بودن. اما میگم محمد ویژگی هم داشت. خودش باعث، یعنی شخص محمد رضا پهلوی باعث شد که بالاخره حالا حکومت از دستش بره یا اطرافیانش، در حالا آره یا نه و اینجوری کوتاه اگه بخوای بگی. من فکر می کنم بیشتر شخص تا اطرافیم. اوکی.
عزیز دلت روژان منظرپور. عشقم دیگه، دخترمه. چقدر دوستش داری محمد؟ بی نهایت از زندگی بیشتر دوستش دارم. دو تا دختر دارم، یکی روژان یکی نیلوفر، هر دوتاشون نمیدونستم نیلوفر رو می نوشتم آره اسمش. هر دوتاشون نور چشم منن و اصلا این که هنوز نفس میکشم به خاطر اون است. محمد یه روز به این دوتا دختر عزیزت بهت بگن که بابا هرچه باد آباد بریم ایران، قبول میکنی؟ God. نگاه کن، من مطمئنم اگه من بیام ایران منو میگیرن اعدام میکنن. آخه چرا باید اعدام کنه؟ خب به خاطر اینکه سردبیر صدای آمریکا بودم، سردبیر ایران اینترنشنال بودم، خبرنگار بی بی سی در اورشلیم بودم، اپوزیسیون بودم، دبیر سیاسی جبهه فراگیر ملی بودم. میدونی من محمد چیزم دیگه، یعنی میخوای یه استعلام بکنی؟ ببینیم مثلا بپرسیم محمد منظرپور امروز با این سوابق برگرده چیکارش میکنی؟ آقا الان وزیر اطلاعات اسمشون چیه؟ یادم رفته. آقای عرض کنم اسمشون یاد منم رفت، بذار ببین این معلومه وزیر اطلاعات خوبیه ها، که اسمش اسمش یادمون نیست. وزیر آره اطلاعات صبر کن آقای خطیب. خب آقای خطیب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم که اون آقای چیزه که قبلا رئیس حفاظت اطلاعات بوده. نگاه کن تو آیه الان آقای اژه‌ای و آیه مصلحی یادم بود، ایشونو متاسفانه ترکا میگن برخورد دلمه میشن، ندیدمشون توی خبرها. آقای ادیب، آقای خطیب الان بیاد به من یه نامه بده، ایشون که بزرگ به هر حال آره مقام بسیار برجسته ای هستن، ولی آمدیم و مثلا یه نامه دادن، گفتن که آقای منظرپور شما تشبیرین ایران، ما با شما کاری نداریم، اینم وزیر اطلاعات مهر بستم. خب اون رئیس اطلاعات سپاه منو میگیره، میگه اصلا نگاه کن این اطلاعات اینا رو اینو وارد کرده، این جاسوس، این نشون از دهنده از رخنه کی یه اطلاعات. دونه محمد از کی امان نامه داشته باشی میگی دیگه اوکی برمیگردم؟ مثلا قوه ببین همه اینا بالاخره ضابطین قوه قضاییه دیگه، سرخود که نمیتونه بدون دستور قاضی حرکتی بزنه که. مثلا رئیس آقای قوه اژه‌ای، قضاییه آقای آیه اژه‌ای، اژه‌ای مثلا بهت بگه آقا هر چه کردی دیگه بی خیال برگرد ایران، یا مثلا نهایتا بیا 2 سال زندان بعد بیا بیرون کارتو بکن. با 2 سال من دو زندان سال اوکی، زندانم میام، دو سال زندانم میام. داریم چونه 2 سال زنده، ولی من این مطلب رو سعی میکنم اگر بتونم براشون برسونم، این تیکه از ویدیو رو امیدوار براشون نباش. برسونم. نه برسونیم ببینیم واقعا چیه دیگه، اون در واقع ببینیم چی میگن. آه اوکی ببینیم. آره عرض کنم خدمتت که آقای بنی صدر، آقای بنی صدر به نظر من انسان وطن پرستی بود، یک اشتباه بزرگ داشت در زندگیش و یک مشکل بزرگ شخصیتی. اشتباه بزرگش در زندگی پیوندش با مسعود رجبی بود. هر کسی با مسعود رجبی پیوند بخوره، به نظر من اگر چه میدونم مادر ترزا هم باشه، اگر نلسون ماندلا هم باشه، اگر نمیدونم هر کسی، هر کدوم مصلحین جهانی رو راجبش فکر بکنی، کوچکترین پیوندی حتی به صورت تاکتیکی با مریم رجوی یا مسعود رجوی برقرار بکنه، اون دودمان سیاسی خودش رو نابود کرده، تمام خلاص. و آقای بنی بنی صدر صدر این این کارو کارو کرد. کرد، کارو کرد که خیانت بود، هم خیانت به آرمان ملی بود. ما ایشون رو به عنوان به هر حال یه فرد ملی میشناختیم و هم خیانت به کشور بود. بزرگترین مشکل دیگری که مرحوم بنی صدر داشتن، که شاید بسیاری از ماها داریم، من خودم هم 100% دارم، به شدت نارسیسیستیک بود، فوق‌العاده نارسیسیزم داشت، خودپسندی و
در واقع تصورات توهمات گرنجور داشت، توهم متوهمی از جایگاه خودش در تاریخ، جایگاه خودش در جامعه ایران داشت. ولی بجز این دوتا نقطه ضعف عظیم که میگم، من محمد منظرپور 50,000 برابر اون نقطه ضعف دارم، ولی برای فردی که رئیس جمهور ایران بوده این دوتا نقطه ضعف نقطه بزرگه. ضعف بزرگ. شهرام همایون، آقای همایون انسان نازنینیه و عرضم به حضورتون که به هر حال یک تلویزیونی رو داره اداره میکنه، این تلویزیون رو با کف 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 امکانات، کف امکانات، یعنی دیگه اون ته ته امکانات، با کمبود امکانات داره مدیریت میکنه. من شکی در وطن پرستی آقای همایون ندارم. به نظر من آقای همایون انسان وطن پرستی هستن و به هر حال یه برنامه ساز تلویزیونی هستن دیگه در لس آنجلس و در حد ظرفیت خودشون یه تلاشایی میکنن، ولی من براشون احترام قائلم و امیدوارم که همیشه پاینده و سالم باشن. شهریار آهی، شهریار آهی، من یک کلمه میگم، بزرگترین تهدید امنیت ملی برای چشم‌انداز حداقل 10 سال آینده. 10 سال آینده. اسرائیل، اسرائیل به طور بالقوه اسرائیل می توانست و می تواند که مهمترین متحد ایران در خاورمیانه باشد، به طور بالقوه. اما امروز به همت جمهوری اسلامی این متحد بالقوه و متحد طبیعی ما تبدیل شده به یک دشمن موجودیتی برای ایران، و این دشمنی موجودیتی چند لایه است و با هدف نابود کردن کلیت ایرانه، نه حتی نظام. خیلی عالی. هولوکاست، هولوکاست خب به هر حال قتل عام سلیمیان و اسلاف تبارها و کولیها و کمونیستا و عرضم به حضورتون که حتی افرادی که دچار اختلالات ژنتیک بودن و افرادی که LGBTQ بودن یا به هر حال هویت جنسی غیر همگون با هویت فیزیولوژیکشون داشتن، یک جنایت بزرگ بشری دیگه، یعنی در این هیچ تردیدی نیست و همه ما باید نگران باشیم از وقتی که ملت‌هایی دیمونایز میشن. نگاه کنید قبل از هولوکاست دستگاه تبلیغات آلمان نازی کلیمیان رو دیهیومنایز کرده بود، یعنی از عنصر انسانیت سلب کرده بود. تبلیغاتی که شده بود اونها رو دون بشر جلوه میداد، همچنین اسلاف ها رو، روس تبار ها رو. اون زمینه ساز هولوکاست شد. الان در جامعه جهانی ایرانیان دیمنایز میشن و این یه هشداری باید برای ما باشه، چنانچه اگر ما در دیدگاه جامعه جهانی از شأن انسانیت سلب بشیم، که خیلی تبلیغات شده، شما به فیلم ها نگاه بکنید، خیلی تبلیغات شده به بدون دخترم هرگز، به فیلم 300، به فیلم هولند، به فیلم های دیگه نگاه بکنید، اگر ما ساب هیومن تلقی بشیم در این که ممکنه یک جنایتی در حد هولوکاست در رابطه با ایرانیان هم رخ بده، چکی وجود نداره و رخ خواهد داد.
خیلی عالی. عرض کنم عادل عبدالکریم فوتبالیستی که حالا سر یه سفره نشسته دیگه داره حالش رو میبره. عرض کنم من و تو من و تو رو اگه یه جمله بخوام تحلیل بکنم، تلویزیونی که با حدود 120 نفر پرسنل کمر صدا و سیما رو با بیش از 45,000 نفر پرسنل شکسته. در این حد فعال میدونی؟ یعنی در این حد مثلا تو خب دل مردم مؤثر نفوذ بوده. میدونی؟ آها، من فکر میکنم نگاه کنید، به لحاظ فرهنگ سازی من و تو حالا خوب یا بد بسیار مؤثر بوده، بسیار مؤثر بوده. برنامه های انترتینمنتش که فوق‌العاده مورد اقبال ایرانیان بوده، حالا به طور غیر سیاسی، برنامه های مستند تاریخیش اصلا یک تحولی در نگاه جامعه جدید ایران نسبت به فضای قبل از انقلاب ایجاد کرده. و باید در نظر داشته باشین تلویزیون کمتر از 200 نفر پرسنل داره، کلن کمتر از 200 نفر پرسنل داره، و ما یه صدا و سیما داریم که بنا به تعبیری 45، بنا به بله. برخی از تعابیر دیگه 50,000 نفر پرسنل داره. اون صد و خورده این نفر به لحاظ تبلیغی از این 45,000 نفر بسیار مؤثرتره. موثرتر بودن. خیلی عرض کنم خدمتت که امیر عباس فخرآور چی بگم راجبش؟ میخواد شاه نظرت؟ بشه. میخواد شاه بشه دیگه، آخه حاجت میگه روا بشه. آخه میگه من نمیخوام در فردای سیاسی ایران کاره ای باشم، ولی میخواد شاه خب شه. دیگه میخواد شاه مشروطه باشه، کاره ای نباشه. خیلی عالی. عرض کنم خدمتت که رایان عباس زاده. رایان عباس‌زاده همکار بسیار باسواد و فرهیخته من هستش و من به تعهد و اخلاقیات او کاملا ایمان دارم. تا حالا من عصبی ندیدمش، شده عصبی شه ها، ولی اون یهو آدم عصبی شه هرچی از دهنش در بیاد بگه نیست، به هیچ عنوان نیست. شخصا کلی عصبیش کردم، یعنی عصبی کردی رایانو؟ آره، یعنی خیلی بهش حمله کردم، خواستم یه تکونی مثلا بدم برای اصلا هیچی، خیلی با آرامش شاید صداشو ببره بالا ها، مثلا یهو یک در واقع اون فن بیانش رو بیاره بالا و صداش رو یه مقداری آره، ولی به هیچ عنوان از این بشر من توهین نشنیدم. بسیار خوبه رایان برای اینکه مثلا سخنگوی وزارت خارجه باشه، آره یه همچین آره این ظرفیت رو داره. آره خیلی خوبه. حالا خودش هم تو اتاق هست الان دیدم، خیلی آقای عباس‌زاده اراده. عرض منم کنم همینطور عرض ادب عرض دارم. کنم خدمتون که فرج سرکوهی. فرج، به هر حال نگاه کنید، بخشی از تاریخ متلاطم دهه 70 و دهه 60 کشور، و به نظر من آدمیه که به لحاظ ادبی واجد وزنه، نمیشه نادیدش گرفت. من درود بهش میفرستم بابت اینکه در این سن نبریده، چون که من الان 50 سالمه، تا بریدن مثلا یه اپسیلون فاصله دارم، ولی فرج که فکر میکنم ماشاءالله 70-80 سالش باشه، اینکه نبریده و انرژی داره و هنوز میاد تو صحنه و عصبانی میشه و نمیدونم اینها، این به نظر من نشون میده خیلی روح انرژیکی داره. اونقدری که فرج انرژی داره من ندارم راستش بخوام. خیلی عالی. آقای شخصی، آقای شیخ فرهاد فتحی. آقای شیخ فرهاد
گندم نما و جو فروشه، به همین خلاصه میکنم. آقا ولی اگه اینجوری بخوایم نگاه کنی محمد، میشه گفت تنها آخوندی که توی کلاب هاس اتاقاش پرباز دیده، مخاطب خوبی داره، با اینکه یه آخونده، یعنی شاید این انتظار رو مثلا داشتیم توی فضای مجازی که فرهاد نتونه مثلا اون موفقیت خاص خودش رو داشته باشه، ولی تا الان 30-35 تا 40 تا اکانتش رو زدم، ولی با قدرت میاد و همچنان اتاقاش 2000 تا 3000 تا، یه دوره همی میزنه 500 تا. چرا اینجوریه فرهاد؟ خب یه دلیلش اینه که خیلی مسلط به فن بیانه. یه دلیل دیگهش که حتی مهمتره اینه که به شدت مسلط به فن سفسط هست، به شدت، و قشنگ میدونه که کی بزنه تو کوچه خاکی، کی قیاسای مع الفارق بکنه، کی اند بزنه، و این چیزها رو بهش مسلطه. انسان بسیار باهوشیه، بسیار باهوشه. چیزی که عمیقا ناراحت کننده است در رابطه با شیخ فرهاد اینه که متعلق به اردوگاه فکری آقای چیزه، آقای ای بابا، مصباح. آقای مصباح، و اردوگاه آقای مصباح راستش رو بخوای علل شکست پروژه جمهوری اسلامی بودن و هستن. یعنی علت اینکه جمهوری اسلامی به شکست انجامیده اردوگاه آقای مصباح. ولی من نمیدونم حتما از اردوگاه مصباح باشه، شاید مثلا یه نظرات، چون فرهاد میدونی دیگه خودش سطح 4 رو گذرونده و الان دیگه الان شون آیت الله میتونیم بهشون اطلاق بکنیم، چون دیگه الان مرجع میشه گفت خودش به من اجتهاد گفته، خودش به من گفته که من از اردوگاه آقای دانشان. مصباح آره خودش گفته میپرسم ازش، میاد ازش اردوگاه مصباح، اردوگاه مصباح اردوگاهی که این انقلاب رو به شکست قطعی رسونده. خیلی عالی. عرض کنم یه اتاقی هم بود که حالا این فایل رو من توی این ایستای ماه فتی دیدم، حالا من هی میگم فرهاد، دوستان بیننده و عزیزان شنونده، فرهاد فتی چون رفیقمه و دوستمه و هم سنیم تقریبا، به خاطر همین میگم فرهاد، جسارت نشه ایشون دکتر در واقع فرهاد فتی هستن از لحاظ تحصیلی، ایشون اجتهاد دارن، الان میتونیم بهشون آیت الله هم اطلاق بکنیم. منو ببخشن دوستان اگر عزیزانی هستن که ناراحت بشن یهو اینو دارم میگم، ولی خب چون همسنمه میگم فرهاد و ارادت ما بهشون کامل و تکمیله. یه اتاقی بود با آقای فخرآور، شما درگیری لفظی پیدا کردید به آقای فخرآور، به شما گفتن که آقا شما از شیخ فرهاد فتی هستی خط میگیری، شما گفتی که اصلا تو عامل شیخ فرهادی به آقای فخرآور. در نه من این گفتم عامل رژیمی، نگفتم عامل شیخ فرهادی، گفتم عامل رژیمی. آره عرض کنم خدمتت که با هم نشینی با امثال آقای فرهاد فتی ضربه دیدی، یعنی بهت حمله شده؟ خب نقد شده بابت اینکه چرا مثلا روی استیج آقای فتی میری و اینها، ولی نه اونطور که مثلا بگید ضربه دیدم، نه بیشتر از این که روی بعضی از استیج‌های دیگه رفتم ضربه دیدم. خیلی عالی. فرید مدرسی فرید همون اشتباهی رو کرده که من کردم، ولی از اون سوی بام افتاده.
فرید باید که در حوزه خبرنگاری باقی میموند، ولی ناگهان تصمیم گرفت که تبدیل به خبرنگار مدافع نظام بشه. همینطور که من باید در حوزه خبرنگاری باقی میموندم، ولی تبدیل شدم به یک عنصر در واقع مخالف مخالفت. نظام. به نظر من هر دوی ما به یک میزان اشتباه کردیم و اون شأنیتی هم که در حرفه خودمون داشتیم تحت شعاع قرار دادیم. چون که اصولا اگر شما وارد چالش میشی، وارد تقابل میشی، حالا چه در حمایت و چه در نفی، از حوزه انصاف خارج میشی، و اگر از حوزه انصاف خارج بشی دیگه نمیتونی در کسوت روزنامه نگار بیطرف ظهور و بروز داشته باشی. بنابراین این بزرگترین نقدیه که من به فرید دارم. فرید آقای مهدی نجاتی، دوباره هم باش مناظره، سه بار. آقای نجاتی به نظر من انسان بسیار 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 باهوشیه. من فکر میکنم که آقای نجاتی یک سری پرنسیپ های اخلاقی داره و این برای فردی که اون کار ویژه مهدی نجاتی رو داره، این به نظر من خیلی خوبه. چون که اگر من کار ویژه مهدی نجاتی رو داشتم، یعنی در فانکسیون مهدی نجاتی بودم، میتونستم اون دوزار تعهدم به پرنسیپ اخلاقی رو هم نداشته باشم. میتونستم نداشته باشم، ولی اون دوزاره رو داره که اینش خوبه. اخیراً من دیدم که یه وبسایتی، یک کانالی زده تلگرامی. من حقیقتش این کانال تلگرامی رو اصلا درک نکردم هیچ، مطلقا. دیدم که یه مقداری در رابطه با افرادی که اصلا من نمیشناسم که کیا هستن، چه اهمیتی دارن، افشاگری هایی میکنه که باز من نمیدونم چرا. یعنی مثلا یه خانومی یه جایی که حرفایی زده، مثلا نمیدونم رکیک بوده، فلان بوده، اصلا نه اون خانمه رو میشناسم، نمیدونم چه وزنی داره، چرا اصلا، حالا تو چرا به این پرداختی، what's the point، میدونی؟ نمیدونم این داستان این چیه، من حقیقتش اینو هرگز درک نکردم. یعنی میگی در شأن مهدی نیست به اینجور چیزا بپردازه. دقیقاً باهات هم فکرم تو این داستان. آره، یعنی به نظرم میرسه که اگر مهدی نجاتی، من این توصیه رو به دو نفر کردم توی کلاب هاوس و این دو نفرم یکیشون اتفاقا الان توی اتاقه، گفتم شما دیگه به عنوان یک کاربر نباید توی کلاب هاوس باشید، شما باید به عنوان یک کارشناس باشید. محمد منظرپور نباید اتاق رام بکنه، محمد منظرپور نباید به من بگه آقای نوبری بفرمایید، مثلا 3 دقیقه شما صحبت کنید. محمد منظرپور دیگه باید اون شأن و شخصیت خودش رو حفظ بکنه. گرچه من در واقع این کانالی که آقای نجاتی زده بود برای دوستان زده بود، برای خودیا، برای که مثلا اونایی که توی کلاب هاسن و مثلا مثل من، مثل در واقع دوستان دیگر، اسم منم آورده دیگه، من حالا توی لیست مهدی نجاتی بودم، ولی یهو این کانال پر گرفت و خب یهو دیدیم 1200 نفر یه استوری گذاشته بود آقای نجاتی، 50,000 تا ویو داشت این کانال. یعنی یهو اینجور، یعنی مهدی نجاتی این توانایی رو داره در حوزه رسانه و فن بیان فوق‌العاده قویی داره، ولی خب دوست داشت دیگه. مهدی هم یه شیطنتایی داره و میپردازه دیگه. خیلی هم خوب یادشه آیه، اینی که میگه باهوشه، یه اتفاقی مهدی داره که واقعا خاطر و ذهن به شدت قوی و پارتیشن بندی قویه داره.
یعنی یهو بهش بگی آیه منظرپور در اون مناظره در دقیقه 50 به شما چه گفت؟ به خدا میگه. درسته، بله. در این حد ذهن قوی داره. آقای مراد ویسی، والا ترجیح میدم که صحبت نکنم راجع به آقای مراد. خیلی عالی. شیمون پرز، آقای پرز یک ظرفیت خوبی داشت برای تحقق صلح در اراضی فلسطینی اسرائیلی، و میدونید که به هر حال از سیاستمداران اردوگاه چپ اسرائیل بود، اما با تغییر دموگرافی اسرائیل و تقویت طیفای راست افراطی، حالا اهم از روسایی که آمدن در اسرائیل ساکن شدن و این تولید مثل و تکثیر بی حد و حصر طیفای سفاردیم، این چی میگن، ببخشید، خردیم، این یهودیان سوپر افراطی بسیار بنیادگرا، ایشون بندبازی سیاسی و تداوم حیات سیاسی خودش رو ارجح دونست به پرنسیپ هایی که خودش تبلیغ کرده بود، بنابراین عملا آمد تبدیل به رئیس جمهوری شد که مدافع سیاست های دولت های بسیار دست راستی بود و اون کردنشیال چپ خودش رو که کردنشیال صلح دوستی و به هر حال قرارداد اسلو و امثال هم بود رو سوزوند پای جناح راست به خاطر اینکه میخواست در بازی بمونه. البته نگاه کنید، موندن و رفتن در بازی بحث مهمیه ها، به خاطر اینکه الان مثلا من روزنامه‌نگار بودم، الان در بازی نیستم، الان عملا من از حیز انتفاع ساقطم. خب آقای پرز هم میتونست این راه رو اتخاذ بکنه، اونم بره از حیز انتفاع اصلا ساقط بشه. من میگفتم که خب این به لحاظ اخلاقی کار بهتریه، ولی به لحاظ شخصی یک قربانی کردن بزرگی رو میطلبه. بنابراین من متاسفم که آقای پرز اون شأنیتی که میتونست به عنوان یک مدافع صلح داشته باشه رو حفظ نکرد، حتی اگر براش میتونست هزینه وحشتناکی داشته باشه، که حتی اکثر هزینه وحشتناکی که برای او داشت فراموشی بود دیگه، یعنی مردم فراموشش میکردن یا به حاشیه رانده میشد یا مثلا منزوی میشد. کسی که نمیره بکشه آقای پرز رو، دقت میکنین؟ درست. ولی اونو انتخاب نکرد. این به نظر من باعث تاسفه، یک موقعیت از دست رفته است. یک عزیزی که خیلی دوستش داری، حاج اصغر منظرپور. حاج اصغر بزرگ من، پدر بزرگ من، خیلی خوب شاید بگم بیشترین تأثیر رو در شخصیت من داشته. حاج اصغر مرحوم شخصیتی بود که من همیشه بهش بالا نگاه میکردم، هنوز هم اینطوره. متاسفم که از آتش خاکسترم علامده، هیچ وقت خودم رو نتونستم به لحاظ عزت و شأن با مرحوم پدر بزرگ قیاس بکنم و قبطه میخورم به ایشون، به خاطر اینکه واقعا احساس استغنا داشت، یعنی جدا لذت میبرد هر کاری که میکرد. بچه هاش فکر میکرد اینا بهترین بچه های دنیا، نمیدونم حیاتش فکر میکرد بهترین حیات، اون درخت توته که تو حیات بود میگفت بهترین توت رو میدونم، یعنی به طور کلی خیلی به معنی واقعی خیلی خوب زندگی میکنم. آره واقعا خوب زندگی میکرد، واقعا خوب زندگی، لذت زندگی رو برده این. آره جدا جدا خوش به واقعا من بهش میگم خوش به سعادتش. خدا رفتگان شما رو خدا ایشون رو رحمت بکنه و من
خیلی تحقیق داشتم میکردم در مورد محمد منظرپور. درسته همه چی رو میدونستیم و اینا، بالاخره یه 2 سال، نزدیک 2 سال تو این فضا صحبت میکنن، میشنویم، عصبانیتش رو دیدیم، مهربونیش رو دیدیم، ولی خیلی سخت عصبی میشه محمد. این یکی از خصلت‌های بی‌نظیر محمد منظرپوره، خیلی سخت عصبی شه، ولی عصبی شه بد عصبی میشه، یعنی نباید عصبیش کنی دیگه. آقا بشین، الان من دیگه کم کم از چهرش دارم میبینم خسته شده، میخواد عصبی شه. عرض نه کنم. خسته شده ولی نمیخواد آره عصبی بشه. دارم میبینم. سوال آخره و محمد منظرپور، ایران الهی فدات شم. ببخشید. خواهش میکنم. ایران فقط آرزو دارم توش بمیرم. مهمترین آرزو واقعا نمیخوام خارج از ایران بمیرم جدا. همه هر آنچه که هستم بودم، هر آنچه که خواستم باشم، باعث از عشقی بوده که به ایران داشتم همیشه. نمیدونم بهش خدمت کردم، خیانت کردم، نمیدونم. همیشه تلاشم این بوده که بهش خدمت بکنم. متاسفم از اینکه در نهایت بهش پشت کردم، از کشور رفتم. جدا متاسفم. آرزو میکنم عمیقا که محمد منظرپور رو طبق توافقی که کردیم در بعد از 2 سال زندان در میدان آزادی باش یه عکس 2 نفره بگیرم، در حالی که محمد داره نظام رو نقد میکنه، در حالی که در تندترین شرایط ممکن داره نظام رو نقد میکنه ولی آزاد. انشالله امیدوارم باور، یعنی امید که ندارم، ولی به هر حال ما به همین امیدهای واهی دل بستیم دیگه. عرضم به حضورت که نوید جان خیلی ممنونم از مصاحبه بسیار خوبت، خیلی چند لایه و عجیب و پیچیده بود ولی خوشم آمد، چالش برانگیز بود و در واقع تلاشت این بود که یه مقداری به لایه های زیرین من برسی، که لایه های زیرین هم مثل لایه های رویم همچین تعریف نداره، نه همون به قول معروف مشکلی که در ظاهر هست در باطن هست. اتفاقا ولی لذت لذت بردم بردم، از صحبت کردن بات. حال امیدوارم کردم. که بینندگان ما، شنوندگان این برنامه هم تا اونجایی که ممکنه منصف باشن. من همینجوری بعض وقت نگاه میکردم خیلی فوش و بد و بیرا دیدم، ولی حالا یه سری چیزا همون صرف اجتناب معمول ناپذیر است، نمیتونی. ببین صداتو نمیدونم چه نمیشمم. ببخشید، میگم یه سری چیزا اجتناب ناپذیر محمد، یعنی هر کاری بله بکنی فوشه رو میخوری. بله الان الان بگی آقا شاه، مثلا محمد رضا شاه خوب است، باز فوش میخوری. ایه ده. بگی جمهوری اسلامی خوبه، یه فوش میخوری. کلا اون فوش خوره ماها ملسه دیگه. بعد اینا بله زیاد مهم نیست، بالاخره اون شنونده عاقلی که داره میشنوه و قضاوت میکنه. من به نظرم محمد منظرپور حیف شد و میخوایم این حیف رو درستش کنیم. محمد واقعا هر تلاشی از دستم بر بیاد، من که کسی نیستم، ولی هر تلاشی از دستم بر بیاد میکنم. درود حبس بر تو تو. میکشم آقا، دیگه چی؟ خودم حبسم میکشم، حبس کشم خوبه. جدی آقا دیگه محمد داره خدا، من 2 سال حبس بکشم
این راضی هم بهش، توافق کردیم دیگه. میگه آقا من راضی هم به این، و بعد 2 سال دیگه آقا من آزاد باشم یه خبرنگار. به نظرم محمد کار خاصی هم نکردی آقا، بالاخره توی ایران اگر بستر فراهم باشه برای منتقد، اگر بستر فراهم باشه برای همه افراد در هر فکری، در هر درکی، فکر میکنم ایران بهتری خواهیم داشت در اون موقع. بله، مسلما به ایران بهتری خواهیم داشت، ولی اتفاقا زیر متاسفانه نظر همین نظام، محمد من هیچ موقع این دلم نخواسته که این نظام بره. نه اینکه مخالفش نباشم، مخالفشم نیستم، منتقدشم و منتقد سرسختشم. یعنی فکر نکنن دوستان که بعضی وقتا میریم دفاع میکنیم از نظام، دیگه همش ما اوکییم، هیچ مشکلی نداریم. نه، منتقدیم. ولی محمد منظرپور میتونه خیلی عمیقتر نقد بکنه. من محمد منظرپور رو باید توی ایران داشته باشم. من رایان عباس‌زاده رو باید توی ایران داشته باشم. من خیلی فرج رو باید بالاخره آقای سرکوهی دیگه. آقا یه شخصیت جذابیه ایشون. ایشون حتما باید توی خود تهران مستقر باشه، نقد بکنه. اینجوری لذت میبریم. میدونی نظام اینجوری خوشگل میشه. آقا ارادت دارم خدمتت محمد منظرپور. خیلی لطف کردی. 2 ساعت و نیم شد. ولی من جدی نفهمیدم که این تایمه تموم شد. خسته شده بودی ولی دوست داشتی جواب بدی و این لذت بخش بود. خندهات و بغضی که در مورد ایران هم داشتی دلچسب بود. دوستت داریم. چی بگم؟ فدای تو بشم. مرسی نوید جان، خیلی لطف کردی. من برم وحیدم فحش‌ها رو بخونم. محمد، وحید. وحید وحید آقا، من اول که ازدواج کرده بودم اسم خانومم رو اشتباه میگفتم، بعد حل انقدر شد. من کتک خوردم، من واقعا قانع انقدر شدم. اذیت شدم، خدا شد. به هر حال خیلی لطف کردی و خوشحالم در خدمتون بودم. امیدوارم که برنامه های بعدی تو ببینم و برم الان یه مقداری کامنت ها رو بخونم ببینم چیا نوشتن. اراده. حالا کلاپاس رو داریم ولی از عزیزان که توی یوتیوب ما رو کلاپاس یه 10 دقیقه بعدش عرض کنم میبندیم، اگر فرصت داری که دوست دارم باشه آقای باشه، عباس زاده بیان روی استیج. عرض کنم خدمتتون که رفقایی که ما رو دیدن، تماشامون کردن، لطف کردن، عنایت کردن، نه به خاطر من، 100% به خاطر محمد منظرپور بوده و باعث افتخار بود که با ایشون صحبت کردم، با این شخصیتی که عرض کنم خدمتتون که خیلی نازنینه. شما شاید محمد منظرپور رو زیاد نشنیده باشید مثل من. من هر اتاقی محمد منظرپور داشته گوش کردم، یا خودش رو گوش کردم، یا توی یوتیوب پیدا کردم اتاق رو گوش کردم، یا از در واقع ریپلای اتاق ها گوش کردم به حرفاش. لذت بردم همیشه و پخته حرف میزنه، الله بختکی نیست. خدا رو شکر جزء شاید 10 اپوزیسیون باهوشه. من بیشتر نمیدونم دیگه چی بگم که به یه عده‌ای بر نخوره دیگه. من چیکار کنم؟ عرض کنم خدمتتون که ببین لطفاً سال چقدر سه قطع الرجالیه، ببین چقدر قطع الرجالیه که من جزو ده نه تایی باشم. نه محمد، عرض کنم خدمتتون که دوستانی که توی اتاق هستن لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید که بتونید در اتاقهای بعدی، در برنامه‌های بعدی بتونید که در واقع دنبال بکنید و باعث افتخار ما باشید. زنگوله یادتون نره، سابسکرایب یادتون نده، کامنت ها باز یادتون نره. دم همتون گرم. از دوستانی که توی یوتیوب با ما بودن خداحافظی میکنم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.